خب، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت همه دوستان حاضرین در وبینار فرصت مطالعاتی دانشجویی. دوستان، یک بار دیگه اگر صدای بنده رو با کیفیت مناسب دارید بفرمایید که وبینار رو شروع بکنیم. دوستانی که تازه تشریف آوردن، اگر کیفیت صدا مناسب هستش لطف بکنید که در قسمت چت یه علامت مثبت بذارید که من بدونم که صدا رو به خوبی دارید. صدا کمه، من سعی میکنم یه ذره بلندتر صحبت بکنم، چون برای حالا حذف نویز محیط من یه ذره مجبورم از هدست استفاده بکنم. بعد دیگه حالا هدست رو سعی کردم خیلی نزدیک صورتم نگه دارم که صدا با کیفیت مناسب بیاد. خب، خیلی متشکرم بابت استقبال خوبی که از کارگاه شده. میفهمن که صدا قطع و وصل میشه، برای همه قطع و وصل میشه یا فقط برای خانم فهیمزاده هستش که قطع و وصل میشه؟ چون اگر مشکل قطع و وصلی داریم، من میتونم سورس اینترنت هم رو تغییر بدم که خب بسیار عرض شود خدمت دوستان که اولا وبینار ما داره ضبط میشه الان، بعد و حتما فیلم مربوط به وبینار هم در کانال آپارات ولونتک قرار میگیره، هم در پیج یوتیوب قرار میگیره، هم انشاءالله بعدها در وبسایت هم قرار میگیره که اگر خواستید مجدد مشاهده بکنید یا احیانا جایش رو ندیدید، قابلیت بازبینیش وجود داره. نکته بعدی این که چون ما یه کانتدانی گذاشته بودیم توی اینستاگرام و یه عده از دوستان اون رو فعال کرده بودن، اون کانتدانه ساعت 6 آلارم رو میده، به خاطر همین من منتظر موندم ببینم که اگر از دوستانی قرار هستش که وارد وبینارمون بشن از همون اول در خدمتشون باشیم. وبینار امروز ما در مورد بحث فرصت مطالعاتی دانشجوییه که خب میتونم بگم بیشتر به درد دانشجویان دوره دکترا میخوره. البته سایر دانشجویان هم که حالا در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد هستن هم قطعا براشون میتونه مفید باشه، از این جهت که میتونن اطلاع پیدا بکنن از حالا یکی از مزیت‌های دوره دکترا، و همینطور حالا ممکنه در جمعمون افرادی باشن که فارغ التحصیل دوره دکترا باشن، حالا برای اونها هم میتونه از یه جهتی مفید باشه، حالا به نام دلایلی که در طول وبینار در خدمتتون عرض خواهم کرد. نکته بعدی هم که این که اگر احیانا سوالی چیزی داشتید در مورد مطلبی، خواهشاً سوالاتتون رو حتما یادداشت بفرمایید که یادتون نره سوال چی بود، و اسلاید هایی هم که خب ارائه میشه سری شماره داره، میتونید شماره اسلاید هم یادداشت بکنید که یادتون بمونه مربوط به کدوم اسلاید بود. در انتهای وبینار ما قسمت پرسش و پاسخ خواهیم داشت که احیانا اگر سوالی براتون پیش اومده باشه در طول ارائه و به جوابش نرسیده باشید تا انتهای اسلاید ها، حتما سوالاتتون رو میتونید بپرسید و بنده هم تا زمانی که سوالات شما تموم نشده حتما در خدمتتون هستم. یعنی ما وبینارمون شورش دست خودمونه، پایانش زمانی هستش که دوستان دیگه سوال دیگه ای نداشته باشن. خب، بنده اول خودم رو معرفی کنم. من علی عیدی هستم، در حال حاضر دانشجوی سال پنجم رشته مهندسی عمران در دوره دکترا در دانشکده فنی دانشگاه تهران، و در واقع ورودی 90 کارشناسی مهندسی عمران هم در دانشگاه صنعتی شریف، ورودی 94 کارشناسی ارشد عمران در دانشگاه تهران، و ورودی 96 دکترا. و خب در حال حاضر دیگه دارم سال پایانی دوره دکترام رو طی میکنم، روی بحث ویرایش نگارش در واقع رساله دارم کار میکنم به همراه حالا سری مقالات، و همینطور به عنوان حالا مدرس در دانشگاه هم مشغول هستم در 4-5 تا دانشگاه مختلف. و سال گذشته زمانی که من دانشجوی سال چهارم دوره دکترا بودم، یعنی سال چهارم میخواستم شروع بکنم، در شهریور ماه سال گذشته بنده یک دوره فرصت مطالعاتی رفتم به دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه آرهوس در شهر آرهوس کشور دانمارک از ماه سپتامبر تا
مارچ 2021، یعنی به مدت 6 ماه در اونجا بودم. حالا اینکه من رشتم مهندسی عمران، چرا رفتم دانشکده مهندسی مکانیک، به موضوع تزم ارتباط پیدا میکنه که بیشتر در فیلد مکانیک سیالات هستش، ولی خب به هر حال وبیناری که ما میخوایم در موردش صحبت کنیم ارتباطی به رشته نداره، یعنی برای تمامی دانشجویان مقطع دکترا در هر رشته ای همچین فرصتی وجود داره و هیچ محدودیتی هم وجود نداره. بعد و همینطور بنده حالا علاوه بر همین داستانا عضو تیم ولانوتک هم هستم، به همین خاطر اکانتی که من اینجا لاگین شدم با اکانت گروه ولانوتک هست و آدرس پیج لینکدین بنده هم اینجا وجود داره در اسلاید ها. حالا فیلم وبینار که قطعا در اختیارتون قرار میگیره، حالا اسلاید ها هم حالا میتونیم در اختیارتون قرار بدیم. خلاصه اینکه از طریق این پیج لینکدین هم میتونید با بنده در ارتباط باشید. اما مطالبی که میخوایم با هم بررسی کنیم در 6 قسمت بنده براتون آماده کردم، یه سری مقدمات هستش که اصلا در مورد فرصت مطالعاتی خواهد صحبت کنیم، اصلا چی هست کلا فرصت مطالعاتی، بعد در مورد مراحلی که باید اقدام کرد برای فرصت مطالعاتی که تو همون قسمت مقدمه میگیم که شامل شناسایی دانشگاه و استاد، بعد مکاتبه با استاد و دانشگاه، بعد آماده سازی مدارک، حالا چه برای دانشگاه چه برای اخذ کمک هزینه از حالا یا داخل یا خارج، و همینطور فرایند اخذ ویزا برای فرصت مطالعاتی. در مورد اینها صحبت خواهیم کرد و یه سری نکات نهایی رو هم که بهش میرسیم و بعدش هم که قسمت پرسش و پاسخ. اولا که فرصت مطالعاتی کلن برای 2 حالت تعریف میشه، یکی فرصت مطالعاتی دانشجویی، یکی فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاهه. خب ما با اون فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه کاری نداریم، این که مثلا یه نفر هیئت علمی استاده توی دانشگاهی، استادیار، دانشیار، استاد تمامه، میتونه مثلا با بودجه دانشگاه برای مدتی برای دوره فرصت مطالعاتی دانشگاه خارجی، برای اعضای هیئت علمی. ما که فعلا هیئت علمی نیستیم و خب در اون مورد کاری نداریم. چیزی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم فرصت مطالعاتی دانشجوییه، یعنی برای دانشجویان دکترایی که در داخل کشور مشغول به تحصیل هستند این فرصت وجود داره که یک مدت حالا 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه، حداکثر 1 ساله میتونن برن بر روی موضوع حالا رساله خودشون در یک دانشگاه دیگه غیر از دانشگاه خودشون تحقیق بکنن. حالا این دانشگاه دیگه میتونه داخل کشور باشه که بهش میگن فرصت مطالعاتی داخل، میتونه در خارج از کشور باشه که میشه فرصت مطالعاتی خارج از کشور. فرصت مطالعاتی داخل پیچیدگی خیلی چندانی نداره و حالا خیلی راحت شما با یه استادی توی دانشگاه دیگه داخل کشور هماهنگ میکنید و خب برای دوره فرصت مطالعاتی میرید به اون دانشگاه با اون استاد کار میکنید که حالا خیلی کار خاصی نداره. ولی فرصت مطالعاتی خارج از کشور پیچیدگی های خاص خودش رو داره که حالا ما میخوایم بیشتر در مورد بحث فرصت مطالعاتی دانشجویی برای خارج از کشور صحبت بکنیم که ببینیم چه جوریه. فرصت مطالعاتی فایده های خیلی زیادی داره و حالا به خاطر بحث هزینه و اینا، چون یه عده زیادی متاسفانه با جزئیات اینها آشنایی ندارن، خیلی پیشو نمیگیرن و عملا شاید این فرصتی که خیلی میتونه مفید باشه رو عملا از دست میدن و حالا بعدن که حالا متوجه میشن که قضیه چه جوری بوده، میگن که ای کاش مثلا ما زودتر میدونستیم. در مورد فواید فرصت بعد بگم که خب یکی از فایده هاش اینه که شما وقتی که میخواین برید بر فرصت مطالعاتی، حالا از همون مراحل اولش که دنبال دانشگاه میگردید، بحث مکاتبه و اینها هست، با دانشگاه های برتر بین المللی آشنا میشید، میشناسید که چه دانشگاه های کجاها قرار داره و اصلا میشه تو اونها ادامه تحصیل داد، میشه تو اونها رفت تحقیق کرد. بعد یه فرصتیه برای یک دوره تحصیل کوتاه مدت تو بهترین دانشگاه های دنیا با حمایت مالی وزارت علوم. خیلی از حالا الان جو خیلی جو اپلای و اینها هست، خیلی ها دوست دارن برن خارج از کشور برای ادامه تحصیل، منتها خب یک حالت دودلی شاید داشته باشن، یا اینکه مثلا تحت تاثیر جوی که چون همه دارن میرن منم برم قرار میگیرن و اون موقعی که دیگه همه چیز اوکی شده بود دیگه میخوام برن، یک دودلی خیلی بزرگی براشون به وجود میاد که حالا آیا انتخاب درستی دارم میکنم، آیا میتونم برم نمیتونم برم، اونجا برم میتونم دووم بیارم نمیتونم دووم بیارم و اینها. از این جهت فرصت مطالعاتی چون مدتش کوتاهه،
خب یه فرصت خوبیه که میتونید برید خودتون رو تست بکنید، ببینید که آیا اصلا خوشتون میاد توی کشور خارجی برید تحصیل کنید، درس بخونید، اصلا زندگی کنید یا نه، آیا محیطش براتون مناسب هست، قابل تحمل هست یا نه، یا اینکه مثلا به قولی میگن آواز دهل شنیدن از دور خوش است یا نه، واقعا عالیه، یعنی خیلی خوبه، مثلا خوشمون اومده. یه فرصتی براتون پیش میاد که برید با هزینه، صرف هزینه بسیار بسیار کمتر نسبت به اپلای کردن، برید بررسی کنید، اگه خوشتون اومد بعدا دوباره میتونید برای حالا مقاطع بالاتر یا پوزیشن های دیگه حتما اقدام کنید و مجدد برید. و یه نکته دیگه ای که داره، حالا نه خیلی راحت ولی خب میشه بابت هزینه رفت آمد و هزینه اقامت در اون کشور خارجی یه کمک مالی هم از وزارت علوم در ایران دریافت کرد. حالا روشش رو توضیح خواهم داد، در گذشته خیلی خیلی ساده تر و خیلی بهتر بود وضعیت، الان خیلی سخت‌تر شده، ولی خب کماکان امکان پذیره، اینطور نیستش که اصلا امکان پذیر نباشه. بعد یه خوبی دیگه ای که داره اینه که شما میتونید مقالات علمی و پژوهشی اونجا ارائه بدید، یعنی در طول مدتی که اونجا هستید و کارهایی بکنید که خب تو ایران شاید خیلی سخت بشه این کارها رو انجام داد یا با تلاش خیلی بیشتری میخواد، زمان خیلی بیشتری طول میکشه یا اصلا امکان نداره بعضیش واقعا. و همینطور رزومه علمی خودتون رو میتونید تقویت کنید، اینکه بالاخره شما یه مدتی از دوره تحصیلی خودتون رو توی دانشگاه خوبی در خارج از کشور بوده باشید، بعد رزومتون خیلی خیلی مفیده. بعد همکاری تحقیقاتی میکنید با اساتید خارج از کشور، با اساتید برتر، حالا علاوه بر اون استادایی که خود اون دانشگاه هستن توی دانشگاه خارجی که شما میرید، خود اونها دوباره با یه سری استادای دیگه در یه سری دانشگاه های دیگه همکاری دارن، میتونید با اونها در واقع لینک بشید و ارتباطات خیلی گسترده پیدا میکنید. چون متاسفانه حالا داخل کشور ما اساتیدی که داریم، حالا اینو ما قبلا هم یه بار با آقای دکتر خواصی یه لایوی رو داشتیم صحبت میکردیم، تامون تو پیج بلانوتک هم هست که چرا اساتید داخل ایران خیلی ارتباطات زیادی با اساتید خارجی ندارن. البته نه همشون، و اساتیدی رو ما داریم که بسیار فعال هستن، بسیار ارتباطاتشون قویه، ولی خب توی ایران اون یکی از ضعفایی که وجود داره برای اساتید اینه که ارتباطات خیلی زیادی با اساتید خارج از کشور ندارن. ولی خب شما تو دوره فرصت مطالعاتی میبینید که چقدر استادا با هم در ارتباط هستن از کشورهای مختلف. بعد میتونید کنفرانس های معتبر بین المللی که حالا ممکنه توی همون دانشگاهی که شما هستید برگزار میشه یا تو اون کشوری که شما میرید برگزار میشه یا کشورهای دیگه، میتونید برید در اونها شرکت بکنید، دانشگاه از شما حمایت مالی میکنه، میتونید مقاله بدید بفرستید. کنفرانس های خارجی که شاید از ایران بخواید تو اونها شرکت کنید واقعا سخت باشه، هم هزینه ثبت نام بالایی داشته باشه، اصلا امکان نقل و انتقال پول وجود نداشته باشه، یا مثلا مقاله که شما میفرستید ممکن اصلا ریجکتش بکنن. ولی خب وقتی که از طرف اون دانشگاه در واقع مقاله میفرستید و با همکاری اساتید خارجی میفرستید، قطعا شرایط خیلی براتون راحت تر خواهد بود. همینطور یه فرصت خیلی عالی هست برای تقویت و بهبود زبان انگلیسی. بالاخره شما وقتی میرید کشور خارجی زندگی میکنید، حالا دو تا حالت داره، یا اون کشور خودش انگلیسی زبان هست مثل کانادا، آمریکا، انگلیس یا استرالیا، یا اینکه خب حالا کشوری بالاخره یه زبان دیگه‌ای داره، ولی خب شما طبیعتاً با زبان انگلیسی اونجا ارتباط برقرار می‌کنید و واقعاً دیگه تو محیط قرار می‌گیرید دیگه. همیشه میگن برای یادگیری زمان بهترین حالت اینه که توی محیطش قرار بگیرید، اینجا دیگه واقعاً تو محیط قرار می‌گیرید، مجبور میشید. و همینطور یه تجربه خوبی برای زندگی و کار کردن در خارج از کشور کسب می‌کنید. حالا ممکنه بعضی از شماها تجربه سفر به کشور خارجی رو داشته باشید، اینکه مثلا آدم حالا یکی از همین کشورهای همسایه یا کشورهای دیگه برای سفر میره، مثلا فوقش یه هفته 5 روز نهایت 10 روز میره برمیگرده، و خب وقتی که سفر میره معمولا حالا در قالب تور مسافرتی یه چیزی، خیلی وارد جزئیات حالا اداری اون کشور شما نمیشید، یه میرید دو تا جا رو میبینید برمیگردید، تهش همینه. ولی وقتی که برای یک دوره تحصیلی و طولانی مدت میری، طولانی مدت که میگم مثلا 6 ماه هم طولانی مدت محسوب میشه دیگه نسبت به سفر تفریحی، شما مجبورید با خیلی چیزا سر کار داشته باشید، با بانک اون کشور سر کار داشته باشید، با شهرداری سر کار داشته باشید، کارت اقامت بگیرید، با شرکت پستش سر کار داشته باشید و اینجور داستانه، و اینا رو تجربه میکنید که ببینید که اصلا چه جوری این کارا رو میشه انجام داد، و خب تجربه بسیار ارزشمندی.
بعد بحث دیگه هم که احتمال بالاتر و شانس بالاتر جذب به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه پس از اتمام تحصیلات. خب یکی از حالا شغل‌های متداولی که فارغ التحصیلان دوره دکترا دارند، حالا چه در ایران چه در خارج از کشور، اینه که معمولا جذب مؤسسات آموزشی پژوهشی و دانشگاه ها میشن به عنوان عضو هیئت علمی. و با توجه به الان به تعداد بالای فارغ التحصیلان دوره دکترا، معمولا خب حالا علاوه بر نفوذی که لازم هست، یکی از مواردی که باعث ارتقای رزومه شما میشه همین دوره فرصت مطالعاتیه. من اخیرا با یک دوستی داشتم صحبت میکردم، ایشون همین رشته مهندسی عمران خونده بودن، هم رشته ما بودن و در دانشگاه صنعتی شریف بودن دوره کارشناسی ارشد و دکتراشون و دکتراشون رو تموم کرده بودن بعد، و تو این فراخوان های جذب هیئت علمی شرکت کرده بودن و اینها، و اتفاقا توی گرایش ایشون دانشگاه شریف هیئت علمی میخواست. بعد من ازشون پرسیدم که چطور شد مثلا شما که خودتون فوق تحصیل شریف هستید در هر سه مقطع، شما میگیره شریف یا نه، یا اصلا چی میخواد به عنوان حالا هیئت علمی، چه سی وی از شما میخواد؟ بعد ایشون میگفتن که شریف گفته که اگر ما بخوایم بگیریم اتیا باید یه پستاک داشته باشی حالا داخل خارج، یا اینکه اگر پستاک نداری دکترا داری بعد یه فرصت خارج رفته باشی. یعنی اصلا میبینید دانشگاه شریف، مثلا دانشکده عمران، حالا من نمیدونم بقیه دانشکده ها چجوری، ایشون رشتهش عمران بود، شرطی که گذاشته بود برای اینکه علمی بگیره از فارغ التحصیل دکترای داخل این بود که فرصت رفته باشه، حتما فرصت خارج رفته باشه. این مثلا یکی از در واقع مزایایی که میتونه دوره فرصت داشته باشه در کنار حالا صدها مسئله دیگه. اما یه سری شرایطی نیازه برای اینکه شما بتونید فرصت مطالعاتی بدید، این اصلا ضروریه، یعنی اینا نباشه نمیشه. خب یعنی حالا اینا بود، بعدش باید شما شروع کنید به حالا یه سری کارهایی که در ادامه خواهم گفت. اولا که این فرصت مطالعاتی که من عرض می کنم فقط مختص دانشجویان دکتراه، ولی دانشجویان کارشناسی یا دانشجویان ارشد تحت یه سری شرایطی میتونن به عنوان محقق مهمان، حالا بیشتر البته دوره کارشناسی ارشد، کارشناسی خیلی خیلی کمتر، میتونن به عنوان محقق مهمان در یک دانشگاه خارجی حضور پیدا کنن. یعنی اینم میشه و پروسش خیلی شبیه به همین فرصت مطالعاتیه، ولی خب دیگه اون کمک هزینه و اینا نداره از طرف وزارت علوم. دانشجویان کارشناسی هم میتونن از طریق حالا کارآموزی در شرکت های خارجی میتونن برن، که اینو من دوستانم بودن که تجربهشو داشتن، مثلا دوره در واقع کارشناسی کارآموزیشون رو رفتن به شرکت زیمنس آلمان در کشور آلمان گذرونه، همچین چیزی میشه. اما اینی که ما داریم میگیم فقط مختص دانشجویان دکتراست و اون دسته از دانشجویان دکترایی میتونن از این فرصت استفاده کنن که این سه تا شاخص رو داشته باشن. اولا اینکه از شروع دوره دکتراشون بیش از 3 سال نگذشته باشه. یعنی شما اگر بخواید برای دوره فرصت مطالعاتی اقدام بکنید، آیین نامش اینجوریه که حداکثر تا ترم 6 فرصت دارید، ولی من دیدم افرادی رو که ترم 8 و 9 هم رفتن، یعنی خیلی رو سر این مسئله گیر نمیدن، خصوصا به خاطر این بی‌نظمی هایی که به وجود اومده تو ماجرای کرونا و اینا، خیلی گیر نمیدن به این قضیه. اما یه شرط دومی داره که حتما باید آزمون جامعه رو پشت سر گذاشته باشن. یعنی شما اول باید آزمون جامعه رو حتما بگذرونید، بعد نمیشه قبل از گذروندن آزمون جامعه رفت برای فرصت مطالعاتی، چون فرصت مطالعاتی مخصوص تحقیقات دوره رساله است و شما تا وقتی اصلا آزمون جامعه ندادید و همینطور از پروپوزالتون دفاع نکردید که اصلا تحقیقات تزتون شروع نشده. خب چون ما وارد دانشگاه که میشیم، سیستم دکترای ایران اینجوریه دیگه، اول یه سری کورس پاس میکنیم، حالا بسته به رشته و دانشگاه 12 واحد، 15 واحد، 16 واحد، ماکسیموم 18 واحد، بعد که اون تموم شد آزمون جامعه میدیم، آزمون جامعه که قبول شدیم پروپوزالمون رو میریم دفاع میکنیم. پس کسی که میخواد فرصت مطالعاتی بره هم باید آزمون جامعه رو داده باشه و هم از پروپوزالش دفاع کرده باشه، و این شرط اصلا هم برای وزارت علوم ضروریه، هم برای استادای خارج از کشور. یعنی طرف وقتی هنوز از پروپوزالش دفاع نکرده، پروپوزالش مشخص نیست، نمیگیرنش، یعنی اجازه نمیدن برای فرصت مطالعاتی بیاد، میگه میخوای به چی رو تحقیق کنی وقتی هنوز پروپوزالت تصویب نشده. این در واقع جزو شرایطش. اما اگر یکی این شرایط رو داشت، این گام هایی که اینجا نوشته شده رو باید یکی یکی طی بکنه، که خب یه خورده کارهای زمانبری هم هستن و به صبر و حوصله بسیار بالایی نیاز دارین کار.
اولی جستجو و شناسایی کشور و دانشگاه مقصده که میخوایم حالا در مورد این مفصل صحبت کنیم. بعدی بعد از اینکه حالا دانشگاه مشخص شد، کشور مشخص شد، باید شروع کنیم به مکاتبه کردن، یعنی به استادا ایمیل بزنید ببینید اصلا چی میگن، قبول میکنن نمیکنن. بعد حالا فرض کنیم همه چی اوکی شد و اونا قبول کردن، دعوتنامه فرستادن، باید شما یه سری مدارکی رو آماده بکنید که بتونید در واقع از وزارت علوم یا از دانشگاه محل تحصیل خودتون کمک مالی دریافت بکنید. بعدش هم برید برای ویزا اقدام بکنید. اول از همه من این رو بگم که ما یه گروهی هست توی تلگرام، من حالا تصویرش اینجا گذاشتم، متاسفانه این گروه لینک نداره که من بخوام لینکش اینجا بذارم جوین بشید، منتها تصویر آیدی ادمین های این گروه رو گذاشتم که حالا این آیدی اول آقای هادی بیاتی ادمین اصلی این گروه هستن. دوستانی که میخوان در واقع با جزئیات خیلی بیشتر بحث فرصت مطالعاتی آشنا بشن و سوالاتی که قطعا براشون پیش میاد در حین همه این مراحل، میتونن به یکی از این ادمین هایی که اینجا توی این تصویر هست آیدیشون تو تلگرام پیام بدن که توی اون گروه در واقع عضوشون بکنن، ولی گروه لینک نداره که من لینکش اینجا بذارم برای عضو شدن. بعد یه نکته هم در مورد دوستانی که تازه دارن در واقع جوین میشن و حالا پیام سلام اینها نوشتن، منم سلام عرض کنم، من نمیخوام چون صحبتام قطع شد وسط به همین خاطر و الا چیز نشه، ما تمام پیام ها رو اینجا میبینیم. اگر هم اون تصویر واضح نیست، من آیدی این ادمین کانال رو اینجا براتون تایپ میکنم، حالا خواستید یادداشت بکنید، خاطر روی کیبورد فارسی هست، اینو اصلاح بکنم، آیدیشون این هست، میتونید به ایشون پیام بدید و توی اون گروه ایشون عضوتون میکنه. اما بریم یکی یکی ببینیم که این مراحل تک به تک به چه شکل هستن و چجوری باید بریم کارا رو بکنیم. اولین کار اینه که شما وقتی میخواید برای فرصت مطالعاتی اقدام بکنید، حالا پیش از اینکه بگم این اقدام رو بکنید اصلا کی این کار رو انجام بدید، شما به محض اینکه آزمون جامعه دادید و در مراحل آماده سازی پروپوزالتون هستید، میتونید شروع بکنید به تحقیق کردن در مورد دانشگاه ها، کشور ها. موقعی که دارید موضوعتون رو انتخاب میکنید خیلی خیلی فرصت مناسبی هست، یعنی به عبارتی دستتون بازتر، شما میتونید یک موضوعی رو، یک دانشگاهی رو هدف بگیرید، بر اساس اون اصلا موضوع تزتون رو انتخاب بکنید. یا اینکه نه، اگر موضوع تزتون انتخاب شده مشخصه که چیه و شما مشغول آماده سازی پروپوزالتون هستید، میتونید از همون موقع دنبال دانشگاه و استاد و اینها هم بگردید، چون بالاخره آدم که داره پروپوزال مینویسه طبیعتا تو مقالاتی که میره میخونه میبینه دیگه تو اون فیلدی که داره کار میکنه افراد مشهور، آدم های معروف دنیا، اساتیدی که بیشتر تو اون زمینه مقاله دادن، یواش یواش اسمشون تکرار میشه دیگه، میفهمه کیا هستن و از این طریق شما میتونید شروع کنید به شناسایی کردن. ولی خب حالا در مورد شخص خود من، کاری که من کردم تو اون مرحله نبود، یعنی من بعد از اینکه پروپوزالم رو دفاع کردم در شهریور ماه سال 98، بعدش من تازه شروع کردم از مهر ماه گشتن دنبال دانشگاه و استاد و اینها. یعنی اون موقع شاید کسی نبود به ما بگه که اگر زودتر هم شروع کنید میشه، ما فکر میکردیم حتما باید اول پروپوزالمون رو دفاع بکنیم تموم بشه بعدش تازه استارتش رو بزنیم. ولی خب اگر دوستانی رو کسی هست که هنوز پروپوزال دفاع نکرده، میتونه بگرده دنبال استاد و دانشگاه و اینا، چون خیلی فرآیند زمان بریه. ولی خب مکاتبه فعلا نمیشه کرد، چون عرض کردم شما وقتی مکاتبه میکنید باید حتما بگید به اون طرف که من پروپوزالم رو تصویب کردم، موضوع اینه و این اوکیه، پروپوزال و موضوع مشخص. اما رو چه حسابی ما بیایم اون کشور رو، دانشگاه و استاد و اینا رو پیدا کنیم؟ ببینید یه حالتش اینه که شما اصلا استاد رو به اسم میشناسید، میدونید پیش کی میخواهید برید، که خب این خیلی عالیه، شما 90% راهو رفتید. ولی در بعضی موارد پیش میاد که خب نمیشناسید، فقط در حد چند تا اسم تو چند تا مقاله دیدید، شاید مثلا هیچ یادتون نیست و واقعا نمیدونید که مثلا بهترین دانشگاه دنیا یا بهترین افرادی که وجود دارن تو اون حوزه کی هستن. و یه مشکل دیگه ای هم که هست، حالا شما فرض کنید اصلا بهترین آدما رو هم میشناسید، برمیدارید بهشون ایمیل میزنید، اصلا ایمیل شما جواب نمیدن و میبینید که تازه به این سادگی ها نیست. پس با یه نفر دو نفر نمیشه، شما باید یه لیست بلند بالایی تهیه بکنید از کشورها، اساتید و دانشگاه هایی که در واقع توی حوزه شما، تو موضوع تز شما دارن کار میکنن. در مورد بنک، حالا اگر شخص خاصی مد نظرتون نیست، مراحلش، یعنی کاری که من خودم انجام دادم اینجوری بود که اول از همه اومدم در مورد کشورها،
یه بررسی انجام دادم. مثلا اومدم دیدم که وزارت علوم به افرادی که برای فرصت مطالعاتی کشور انگلیس و کشور سوئیس میرن اصلا کمک هزینه مالی نمیده، به دلیل هزینه های بسیار بالای زندگی در این کشورها، در کشور انگلیس و سوئیس اصلا کسایی که میخوان برن به این کشورها بهشون کمک مالی نمیده. بعد همین شد که من اصلا انگلیس و سوئیس رو کلا گذاشتم کنار، حتی اگه بهترین استادم اونجا باشه من گفتم خب اینو کلا بزنیم کنار. بعد اومدم تو همین گروهی که الان آیدی ادمینش رو اینجا گذاشتم، رفتم دیدم که کسایی که مثلا برای کشور آمریکا یا کانادا اقدام کردن، فرایند ویزاشون خیلی خیلی طولانی شده. یا تو بحث آمریکا، حالا اون موقع آقای ترامپ رئیس جمهور بود، این قضیه مازلم بن و اینا پیش اومده بود و واقعا مصیبتی بود ویزای آمریکا گرفتن. و خیلی موارد من دیدم که طرف 6 ماه میخواد بره اونجا، فرصت 1 سال طول کشیده ویزاش بیاد، و دیدم که خب اصلا ارزشش رو نداره. و اگر احیانا کمک مالی هم من نتونم بگیرم، هزینه اصلا سفر کلا پول بلیط هواپیما و اینا به کشور آمریکا یا کانادا خیلی گرون در میاد. و اینطور شد که من، حالا خیلی سخت بود ولی تصمیم گرفتم کشور آمریکا و کانادا رو بذارم کنار. وقتی شما آمریکا و کانادا رو میذارید کنار، شاید 70 80 درصد دانشگاه دنیا رو حذف میکنید، یعنی با توجه به تعداد بسیار بالای دانشگاهی که در آمریکا وجود داره، یا خیلی از استادهای معروفی که وجود دارن اکثرا ما دانشگاه آمریکا هستن. حالا تو رشته ما، کار من که اینجوریه، حالا نمیدونم تو رشته شما چجوریه، عمدتا به همین شکله. من اینا رو هم گذاشتم کنار. بعد مون خب کشورهای آسیایی و کشورهای اروپایی. در مورد کشورهای آسیایی هم خب مثلا کشورهای مثل ژاپن، چین، کره، سنگاپور، اینا دانشگاه خیلی خوبی دارن. ولی خب من داشتم خودم فکر میکردم حالا که میخوام برم، بذار برم یه کشور اروپایی که مثلا یه ویزایی به ما بدن که من بتونم مثلا برم دو تا کشور دیگر هم برم ببینم دیگه. چون ویزایی که شما میگیرید برای اروپا با ویزای در واقع اقامتی کشور میتونید کشور دیگر هم برید، ولی خب من آسیا رو بخوام بیام ویزاشو بگیرم، فقط همون کشور رو میرم. خیلی هم شاید علاقه شخصی نداشتم، اینجا که نوشتم علاقه و احساس شخصی، خیلی خوشم نمی اومد مثلا برای فرصت باشم برم مثلا سنگاپور، با اینکه خیلی رنکینگ دانشگاهش خیلی بالاست. به خاطر همین عملا اونها رو هم گذاشتم کنار. اون کشور اروپایی، باز بین کشورهای اروپایی اومدم دیدم خب کشور اروپای شرقی خیلی به اون صورت دانشگاه های مطرحی ندارند. و خب حالا که آدم میخواد بره، بذار بریم کشور اروپای غربی و اروپای شمالی. بعد اومدم یه لیستی از کشورها آماده کردم، با فرض اینکه انگلیس و سوئیس هم حذف بکنیم، میمونه اسپانیا و فرانسه و هلند و بلژیک. از اون ورم بیایم یه ذره وسطتر آلمان، اتریش، و از اون ورم شمال اروپا، اسکاندیناوی، دانمارک و سوئد و فنلاند و سلام، همین ها میمونه. بعد یکی یکی شروع کردم، رفتم توی در واقع وبسایت وزارت علوم. وبسایت وزارت علوم، حالا الان جلوتر میگم، یه لیستی داره از تمامی دانشگاه های کشورهای مختلف که حالا لینکش هست، و توی اون میاد در واقع رده بندی میکنه دانشگاه کشورهای مختلف رو تو رده های الف، ب، جیم، دال و گاهن ه قرار میده اینها رو. برای کشورهای رده الف و ب که دانشگاه های برتر هر کشور هستن فقط کمک هزینه مالی میده، ب به بعد رو اصلا نمیده، یعنی دانشگاه های جیم و دال و اینا رو اصلا باید ول کنید. رده ب هم باز دانشگاه های خوبه، ولی دانشگاه عالی تو رده الفه. اومدم یکی یکی اینا رو در واقع لیست کردم و اینها، که حالا جلوتر الان بهتون نشون میدم که چی شد. پس باید اول طبق علاقه و احساس شخصیتون کشور رو انتخاب بکنید، بعد بیاین نگاه بکنید ببینید که توی اون لیستی که از طرف وزارت علوم داده شده، که خیلی میتونه به شما کمک کنه بدونید اصلا چه دانشگاه هایی توی کشور هست، بعد برید یکی یکی تو اون وبسایت دانشگاه ها بگردید ببینید که اصلا این رشته ای که شما در حال تحصیل هستید توش و موضوعی که دارید کار میکنید اصلا اون دانشگاه داره یا نداره. مشابه حالتی که مثلا ما تو ایران داریم، خب یه سری دانشگاه های ما هستن دانشگاه های صنعتی هن، رشته های مهندسی هن. یه سری دانشگاه ها علوم پزشکی هن. یه سری دانشگاه ها جامعه هن. همه رشته ها رو دارن. بعد دانشگاه خارج از کشور هم همین جوریه، یعنی همه دانشگاه ها همه رشته ها رو ندارن. باید برید بررسی بکنید ببینید که اصلا رشته شما رو داره یا نه.
بعد تو کدوم دپارتمانش داره. لزوما تقسیم بندی رشته هایی که ما داریم توی ایران مشابه خارج نیست. مثلا شما ممکنه توی حوزه ای توی مهندسی دارید کار میکنید، مثلا توی ایران زیر مجموعه رشته مهندسی شیمی باشه، بعد بهت نگاه کنید تو ایتالیا اصلا این زیر مجموعه مهندسی مکانیک قرار میگیره. یعنی شما اگه بخواید اساتید مرتبط با این موضوع رو پیدا کنید، بعد برید وبسایت دانشکده مهندسی مکانیکشون رو چک بکنید، نه مهندسی شیمی. یا مثلا در مورد این موضوعی که من به شخص کار میکردم، انقدر عجیب و غریب شده بود، من دیگه میرفتم تو تمامی دانشگاه ها دانشکده مهندسی عمران مکانیک هوا فضا، و شاید براتون عجیب باشه دانشکده مهندسی صنایع، خب دپارتمنت آف در واقع اینداستریال انجینیرینگشون هم نگاه میکردم، گاهن توی دپارتمان مهندسی صنایعشون استادی رو پیدا میکردم که روی این موضوع داره کار میکنه. بنابراین یک اعصاب و حوصله بسیار بالایی میخواد که یکی برید اینا رو بگردید. و یه مشکل دیگه هم که وجود داره توی خیلی از این کشورها این مسئله هست، وبسایت دانشگاهشون صفحه اولشون به زبان انگلیسیه، ولی وقتی میرید صفحات جزئی تر، مثلا صفحه دانشکده میرید یا صفحه گروه ها رو میرید، اصلا به زبان انگلیسی نیست. یه گوگل ترنزیت هم باید بذارید کنارتون، یا با گوگل کروم پیج رو باز کنید که بشه ترجمهش کرد. گاهن ترجمه هم نمیکنه گوگل کرومی، گوگل ترنزیت باید بذارید. من در حین در واقع سرچ کردم برای مسئله، خیلی از اصطلاحات ایتالیایی و آلمانی هم یاد گرفتم، انقدر رفتم این پیجا اینا رو نگاه کردم. پس باید برید اینا رو یکی چک کنید ببینید اصلا رشته شما رو داره یا نداره. مسئله بعدی که توی انتخاب دانشگاه و کشور خیلی مؤثره، داشتن شرایط فرهنگی، اقتصادی و آب و هوایی مناسب شماست. اون سایت وزارت علوم و الان لینکش هست توی اسلاید بعدی بهتون نشون میدم که کجاست. این که مثلا یک کشوری آیا خوبه خوب نیست، از نظر اقتصادی چجوریه، کشور گرونیه ارزونیه، از نظر فرهنگی مثلا چجور کشوریه، با آدم مثلا خوش میگذره، یا اینکه اصلا این کشور کاملا سرد و بیروهه، از نظر آب و هوا چجوریه. مثلا من میگشتم توی سوئد، مثلا یه شهری بود قسمت های شمالی سوئد هم بود، خب قسمت شمالی سوئد چون به قطب نزدیکه از ایناست که 6 ماه شبه 6 ماه روزه. بعد مثلا میدیدم که آقا مثلا پاشم برم اینجا کلا شبه، اصلا فایده نداره، مثلا میذاشتمش کنار. یا مثلا میدیدم یه جایی هست خیلی آب و هوایی مثلا بیش از حد سردی داره، مثلا میذاشتمش کنار. خب اینا خیلی مهمه، اینا رو ما کجا بفهمیم؟ خب میتونید از سالبالاییاتون که مثلا اپلای کردن رفتن یا برای فرصت رفتن اینا رو بپرسید. میتونید توی شبکه‌های اجتماعی تو همین کانال ها و اینا بگردید ببینید چه جوریه. توی گوگل رو سرچ کنید، مثلا یه دانشگاهی یه شهری اصلا نمیدونید کجاست، گوگل بزنید ببینید کجاست، اصلا میاره نمیاره. یا مثلا چیز خیلی عجیبی بود، بعضی از دانشگاه هستن مثل ایران، چطور مثلا دانشگاه تهران خودش تو تهرانه، بعد مثلا پردیس فومن داره، پردیس کیش داره، پردیس کاسپیان داره. مثلا به این مسائل باید دقت کنید. شما مثلا دانشگاهی رو پیدا میکنید، خب مثلا این دانشگاهی که من رفته بودم دانشگاه آرهوس توی شهر آرهوس داماش بود که دومین شهر بزرگ داماش بود، این مثلا بعضی از دپارتماناش توی شهر مثلا روسکیلده بود، اصلا توی شهر دیگه ای بود، و یه آقایی بودش که برای فرصت میخواست بیاد کل اقداماتش رو کرده بود، بعد فهمیده بود که اصلا این در واقع دپارتمانی که داره میاد اصلا تو شهر آرهوس نیست، توی شهر دیگه است. خب اینجور چیزها رو باید خب خیلی توجه بکنید، اینا رو لیست بکنید ببینید که اصلا خوشتون میاد از اونجا، بعد شروع کنید تازه مکاتبه کردن. و همینطور داشتن شرایط مناسب برای دریافت ویزاست، که نمونهش هم اون آمریکا و کانادا و اینا رو مثال زدم. یعنی من اونقدر رفتم دیدم افراد مختلف شاکی از اینکه ویزاشون نیومده، ریجکت شده یا خیلی طولانی شده، یا از شانس بد ما زمانی که من مکاتبم اوکی شد این کرونا شروع شد و خیلی از کشورها اصلا سفارتشون رو بستن توی ایران. بعد اینو باید بررسی بکنید ببینید که آیا اصلا اون کشور ویزا میده نمیده، کسی رو راه میده نمیده. مثلا استرالیا فکر کنم تازه تازه شروع کرده راه میده از موقعی که کرونا دور چیز شده شروع پیدا کرده. یا مثلا من یادم کشور سوئد ماها سفارتش رو تو ایران بست و به هیچکی ویزا نمیداد و خیلی روالش رو کند کرد. خب این خیلی مهمه که شما برای کشوری اقدام بکنید که بتونید ازش ویزا بگیرید، و الا مثلا 6 ماه میخواین برید یه سال بمونید توی صفحه ویزا که اصلا منطقی نیستش. اینا باعث میشه که خب خیلی انتخابای شما محدودتر میشه، که البته یه ذره کارتون رو راحتتر میکنه، چون واقعا گشتن بین هزاران دانشگاهی که تو دنیا وجود داره خیلی کار سختی. اما در مورد دانشگاه ها چی؟ خب هر کشوری تعداد بسیار زیادی دانشگاه داره، دانشگاه هایی که شما اصلا تحت اسمشون هم نشنیدید، و گاهن دانشگاه های خیلی خوبی هم هستن و شما اسمشون نشنیدید.
برای اینکه بفهمید یک دانشگاه خوبه یا نه، خب روش های مختلفی وجود داره. یه روشش اینه که مثلا برید توی این رتبه بندی های جهانی معتبر، مثل رتبه بندی QS، مثل رتبه بندی تایمز، مثل، دوستان صدا خیلی کم شده الان، خوبه؟ الان صدا چطوره دوستان؟ صدا نیستش؟ اجازه بدید من یک لحظه این باتری هدست رو چک بکنم ببینم. نه مشکل باتری که نداریم. اجازه بدید من یک بار صدا رو قطع و وصل کنم. الان دوستان صدا چطوره؟ خوبه؟ کیفیت صدا چطوره؟ صدا نمیاد؟ اجازه بدید پس من سورس میکروفون رو تغییر بدم. اجازه بدید الان حلش میکنم. صدا همچنان ضعیفه بچه ها، بازم ضعیفه، خیلی عجیبه. اجازه بدید الان بهتر نشد یا بازم ضعیفه؟ خوب شد. خب بسیار عالی. ضعیفه. دوباره بد شد. والا نمیدونم، خیلی عجیبه چون من هیچی رو تغییر ندادم، تو همون وضعیتی بودم که داشتم صحبت میکردم. الان وضعیت چطوره؟ اگه بهتر شده من به همین شکل ادامه بدم. ضعیفه. خب اجازه بدید من میکروفونم رو کلا عوض کنم. دوستان الان صدا چطوره؟ الان خوبه؟ خب فقط اجازه بدید من این دارم وبینار رو که ضبط میکنم صدا رو از هدست من میگرفت، من بذارید این رو تنظیم بکنم که صدا رو از کامپیوتر بگیره که ضبط بشه. خب بسیار عالی. خب امیدوارم که توی ضبط هم مشکلی پیش نیاد. حالا من اینم تنظیم کردم که از همین صدای کامپیوتر بگیره. خب بله، فایل ضبط شدن هم در اختیارتون قرار میدیم. از اونجایی موند که بعضی از دانشگاه اسمش نشده بتوان خوب است. بله همین رو عرض میکردم که یه سری از دانشگاه ها هستن که خب خیلی دانشگاه های خوبی هن، ولی شما حتی اسمش هم شاید نشنیده باشید. سایت های مثلا رتبه بندی QS یا US News یا تایمز به شما میتونه کمک بکنه در پیدا کردن رنکینگ دانشگاه. یک لیستی هم همونطور که عرض کردم وزارت علوم داره که من آدرس در واقع وبسایتش رو اینجا گذاشتم. توی همون گوگل هم سرچ بکنید دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم، همین اولین لینکی که میاره همینی هستش که من اینجا گذاشتم که اینا هر سال هم آپدیت میشن. میتونید در واقع تشریف ببرید تو اونجا، برای کشورهای مختلف نوشته. باز که میکنید برای هر کشور مثلا یه سری جدول نوشته دانشگاه رده الف ب جیم دال، حالا بعضی کشورها فقط الف دارن، بعضیشون الف ب جیم دارن، بستگی داره دیگه. حالا در هر کشور یه سری دانشگاه رو نوشته. بین اون رده هایی که نوشته، رده الف معمولا دانشگاه های خیلی خوب اون کشورن و من توصیه میکنم که تو همون رده الف دنبال دانشگاه بگردید، یا نشد دیگه نهایتا به بیشتر از اون در واقع دیگه جلو ندید. بعد از اونجا اسمو که برمیدارید، چون رده بندی الفی که میذاره دیگه تو خود رده الف اگه مثلا بیاد 20 تا دانشگاه رو بنویسه، اون 20 تا دانشگاه رو به ترتیب ننوشته، یعنی لزوما اونی که اول از همه است بهترین دانشگاه نیست. اگه میخواید رنکینگش رو چک کنید، اسم دانشگاه رو از اونجا بخونید، بعد بیاید مثلا به تو QS چک بکنید ببینید که تو چه رنکی قرار داره.
گاهی وقتا پیش میاد که مثلا رنکینگ دانشگاه به شکل کلی خیلی جالب نیست، ولی توی اون رشته ای که شما میخواین برید، توی اون دپارتمانی که شما میخواین برید، خیلی رتبه بندی خوبی داره. مثلا در مورد دانشگاه داخل کشور خودمون، مثلا فرض بفرمایید تو بحث مثلا مهندسی تو دانشگاه تهران، تو رنکینگ کلی، حالا توی سیستم های رنکینگ مختلف، معمولا چیزی بین 300 تا 400، 400 تا 500 تو این اوردره. ولی مثلا تو رشته های مهندسی تو رنکینگ خیلی وضعیتش بهتره. مثلا تو مهندسی عمران اگه اشتباه نکنم رتبه 20 خورده ای 30 خورده ای رو داره تو دنیا، یا تو رشته های بقیه رشته های مهندسی هم همینطور. ولی خب تو بعضی ها چون رنکینگش خیلی پایینه، این باعث شده که رنکینگ کلیش مثلا دور و 300 400 باشه. بنابراین ممکنه شما یه دانشگاهی رو تو رنکینگ برید ببینید خیلی بده، ولی مثلا توی دپارتمان خاصیش خیلی قویه. خب یه نکته دیگه ای هم که هست، برای حالا دوره تحصیل تکمیلی خصوصا توی اروپا این خیلی رایجه، یه سری مؤسسات علمی هستن که اینا دانشجویان دکترا میگیرن. خب یعنی بر دوره تحصیلات تکمیلی هن. دانشگاه نیستن، مؤسسه علمی هن. اینها هم هست، اینا رو هم در واقع در موردش دقت بکنید، فقط دنبال دانشگاه ها نباشید. یه سری مؤسساتی هستن تو دنیا که اتفاقا از دانشگاه خیلی قوی ترن، مثلا توی آلمان و اینا خیلی از این چیزا هستش. اینا رو هم حتما چک بکنید، که حالا من لینک هاش رو اینجا گذاشتم براتون. بعد مثلا بیاید واسه خودتون یه فایل اکسلی درست کنید. مثلا این نمونه فایل اکسلی که من درست کردم، اگر نگاه کنید مثلا اینجا ببینید کشور به کشور نوشتم، این مثلا مال آلمان، این یکی شیت نمیدونم مال فرض بفرمایید اسپانیا، اتریش، ایتالیا، روسیه، سوئد، فرانسه، فنلاند، هلند، نمیدونم نروژ فلان. برای هر تک تکی کشورها من این لیست رو در آورده بودم. بعد مثلا نگاه کنید اینجا نوشتم گروه الفه، بعد رفتم یکی یکی نگاه کردم، اینایی که مثلا با رنگ زرد مشخص کردم، رفتم دیدم اصلا این رشته منو نداره کلا، اینایی که با رنگ سبز داره. بعد مثلا استادی که تو این کاره کیه، اسمشو نوشتم، آدرس ایمیلشو نوشتم. بعد اینا مثلا گروه ب، بعد حالا هر کدوم این رنگایی که اینجا من گذاشتم هر کدوم یه معنی میده، که حالا الان بعضیش خودم هم یادم نیست چی بود. خلاصه اینکه اینطوری بعد مرتب منظم بیان یه لیستی در بیارید، بعد بدید یکی یکی اینا چک بکنید وبسایتاشون، که این خب یه فرآیند زمانبریه، شاید یکی دو ماه حداقل باید وقت بذارید برای این کار، که نهایتا بتونید اون دانشگاه ها و افراد در نهایتش میخوایم دنبال استاد بگردیم دیگه، اون استاد مورد نظر خودتون رو پیدا بکنید. بعد یکی دیگه از معیارهایی که وجود داره، شرایط و میزان پوزیشن های موجود تو رشته تخصصی شماست. شما مثلا ممکنه گاهن پیدا بکنید دانشگاهی رو ببینید رشته شما هم داره، ولی خب نهایتا تا مستر داره، یعنی تا فوق لیسانس، اصلا دانشجو دکترا نمیگیره. برای دانشگاهی که اصلا دانشجو دکترا نمیگیره، شما نمیتونید به عنوان ویزیتینگ پی اچ دی یا دانشجو دکترای مهمان بید، باید حتما تو پروگرماش پی اچ دی هم باشه که شما بتونید به عنوان پی اچ دی مهمان اونجا برید. بعد بعضی از دانشگاه هستن مثلا تو انگلیس و اینا بیشتر اینجوریه که حتی برای ویزیتینگ پی اچ دی خود اون دانشگاه خارجی از شما هزینه میگیره. دقت بکنید، برای بحث ویزیتینگ پی اچ دی دانشگاه کشور خارجی معمولا هزینه ای نمیگیره، و اگر وزارت علوم شما کمک هزینه میده، فقط کمک هزینه زندگی در اون کشور رو میده، یعنی اصولا اونور نباید از شما هزینه بگیره دانشگاه، ولی بعضی دانشگاه هستن پول میگیرن، این هم در جریانش باشید. بعد دیگه اینکه یه سری مدارک میخوان این دانشگاه ها برای اینکه مثلا شما رو پذیرش کنن به عنوان ویزیتینگ پی اچ دی در واقع بیان. پرسیدن که واسه رشته غیر رشته خودمون ولی شبش اقدام کرد، بعد هم عرض میکنم. فقط دوستان خواهشن این سوالا رو نگه دارید آخرش بپرسید، چون خیلی از سوالایی که اینجا احتمالاً به ذهنتون بیاد و بپرسید من قرار جوابشو بگم در طول ارائه. من خودم همین کار کردم دیگه، من رشتم عمران، رفتم مثلا برای رشته مکانیک، چون تزم در مورد رشته مکانیک هستن، به عمران ارتباطی نداره. بعد باید ببینید که آیا مدارک خاصی هم میخواد این دانشگاه یا نه. مثلا ممکنه یه دانشگاهی از شما مدرک زبان بخواد، خب، یا مثلا یه دانشگاهی از شما ریز نمرات بخواد، یا یه دانشگاهی از شما ترجمه مدارک ناارشدتون رو بخواد، کارشناسیتون رو بخواد. خب این خیلی متفاوته و واقعا نمیشه کلی گفت، هر دانشگاهی واسه خودش قوانین خاص خودش رو داره. این هم میتونید هم تو وبسایت دانشگاه چک بکنید، اگه یه پیجی چیزی داشته باشه مخصوص ویزیتینگ پیشی، خیلی از دانشگاه ها ندارن همچین پیجایی رو.
خب این دانشگاه باید خیلی کارش درست باشه که مثلا برای ویزیتینگ پی اچ دی هم توضیح داده باشه که مثلا چه جوری. خیلی دانشگاه ننوشتم چیزی، یعنی اگر پیدا نکردید نگران نباشید، من همه اینا رفتم نگاه کردم، خیلی دانشگاه ندارن همچی پیج. اینو میتونید توی مکاتبه کردن با استاد بپرسید، بگید که آقا این دانشگاه شما الان چی میخواد از من، من میخوام به عنوان ویزیتینگ پی اچ دی بیام اونجا، آیا مدرک خاصی از من میخواد یا نه. بعد و همینطور هزینه های احتمالی و شهری دانشگاهی که هم عرض کردم دیگه، اینم باز هم میتونید توی وبسایت دانشگاه بپرسید، هم میتونید از خود استاده بپرسید که آقا شما از من پولم میخواین، پولم میگیرید یا نه. اگه دیدید پول میخوان و اینا، من به نظرم بیخیال اون دانشگاه شید، یعنی خیلی از دانشگاه اصلا رایگان، اصلا پولی از شما نمیخوان. بعد مسئله بعدی هم شرایط زندگی در محل و شهر دانشگاهه به لحاظ اقتصادی، فرهنگی و امنیتی. خب اینا خیلی مهمه. در مورد جواب دادن هم الان قسمت مکاتبه عرض میکنم خدمت. ببینید خیلی دوستان مهمه اون شهری که اون دانشگاه توش قرار گرفته اصلا کجاست؟ کجای اون کشور قرار گرفته؟ آیا شهر کوچیکیه؟ شهر بزرگیه؟ بعد آب و هواش چجوریه؟ بعد از نظر فرهنگی چه مدلیه؟ آیا جای امنیه یا مثلا جای ناجوریه؟ خب اینا خیلی مهمه، چون بالاخره شما میخواید برید برای یه مدت زمانی اونجا زندگی کنید. خب خیلی مهم اونجایی که میرید جای درست حسابی باشه دیگه، اونجا نرید با مشکل مواجه بشید. که اینم هم میتونید تو وبسایت دانشگاه، معمولا یک پیجی هست که در مورد خود اون شهر توضیح داده. خب بعد تو شبکه‌های اجتماعی میتونید برید در موردش تحقیق بکنید، توی گوگل میتونید سرچ بکنید که آقا مثلا وضعیت امنیت تو فلان شهر ایتالیا چجوریه، آیا این شهر شهر خوبی هست یا شهر خوبی نیست. بعد مسئله بعدی، حالا بریم سراغ استادانم. حالا فرض کنیم ما دانشگاه ها رو پیدا کردیم، مثلا من مشابه اون فایل اکسلی که من داشتم رفتم از بین صدها دانشگاهی که وجود داره، مثلا تو هر کشوری 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا دانشگاه پیدا میشه که به درد شما میخوره، بقیهش اصلا رشته شما رو احتمالا نداشته باشه یا استادهایی که داره توی فیلد شما ممکنه کار نکنن. این نکته رو دوستان من بگم، اگر فرصت میدید برید با یه استادی کار بکنید که واقعا به درد کار رسالتون بخوره، نرید اونجا کلا بیخی کار دیگه انجام بدید از این ور رسالتون هم بمونه، چون هدف اصلی شما تو دوره فرصت مطالعاتی اینه که برید یه کمکی بشه برای رسالتون. حالا پیدا کردن یک استاد عملا مهمترین دروازه ورود شما به یک پذیرش موفقه، یعنی شما اگر استاد خوب گیر نیارید اصلا کل فرآیند فرصت رو حواس، باید استاد خوبی پیدا بکنید برای این کار. حالا چه جوری استاد خوب پیدا کنیم؟ یه راه حلش اینه که میتونید از استادای داخلیتون مثلا داخل کشور مشورت بگیرید، از خود استاد راهنماتون بپرسید، از استاد مشاوری اگر دارید بپرسید، اساتید گروه بپرسید، بگید که مثلا کجاها خوبه. مثلا من میخواستم برای فرصت اقدام بکنم، مثلا از استاد راهنمای خودم پرسیدم، گفتم که به نظرتون من مثلا کجا رو برم دنبالش، مثلا ایشون طبق تجربه که داشتن گفتم مثلا توی فیلدی که مثلا تو داری در مورد توربولانس کار میکنی، دانشگاه کارلسروه آلمان خیلی دانشگاه معروفیه و تو این فیلد مثلا بزرگان علم توربولانس اصلا از اون دانشگاه هن، کتاب نوشتن اونا و واقعا هم درست میگفتن، یعنی خیلی افراد صاحب نامی اونجا داره و من اصلا از اونجا شروع کردم به ایمیل زدن، اول ایمیلم رو به دانشگاه کارلسروه آلمان زدم که جوابم ندادم. بعد مرحله بعدی جستجو تو وبسایت های دانشگاه مختلفه. حالا اساتید داخلی فوقش یه نفر دو نفر پنج نفر رو معرفی میکنن که همه رو نمیشناسن که قطعا تو دنیا، خصوصا استاد جدید و خب احتمالا نشناسن و خودتون باید برید بگردید پیدا بکنید. احتمال سه استادا رو اسمشون رو تو مقاله ها میبینید، یه سریاشون رو خیلی هاشون رو میدید تو پیجای دانشگاه تازه باشون آشنا میشید، چون مقاله مثلا باید مقاله جدید باشه که اون استادی که شما اسمش رو میبینید الان همچین آدمی وجود داشته باشه، مقاله قدیمی میبینید اصلا استاد بازنشسته شده کلا نیست، یا مثلا میرید تو پیج استاده میبینید که اصلا استاده توی پوزیشن خودش تو اون کشور نیست، خود اون واسه فرصت مطالعاتی رفته یه جای دیگه. از این موارد هم من زیاد دیدم، مثلا یه استاد خیلی خوب پیدا کرده بودم تو هلند، بعد دیدم اون خودش برای فرصت مطالعاتی رفته آمریکا، اصلا تو هلند نیست و کلا قضیه کنسل شد. بعد و همینطور روش های دیگه، موتورهای جستجوگر مثل پیج وبسایت ریسرچ گیت یا لینکدین، از اینا میتونید پیدا بکنید. تو مقالات اسم افراد رو میتونید ببینید، مقالات خیلی میتونه کمک کنه، وقتی شما دارید پروپوزالتون رو مینویسید خب میبینید افرادی که دقیقا در مورد موضوع شما کار میکنن کیان و خب بالاخره اونها یه افیلیشنی دارن دیگه، توی دانشگاهی مشغول به کار هستن، خیلی راحت میتونید برید پیج دانشگاهیشون رو پیدا بکنید. و همینطور پایگاه های علمی، یه نکته ای رو خیلی جدی بگیرید، اساتید ایرانی یا اساتیدی که دانشجویان ایرانی دارن اگه قرار باشه جواب بدن، معمولا اینا جواب میدن،
من شاید نزدیک به 30 خورده ای مورد ایمیل زدم، دو نفر به من اوکی دادن، یعنی بعضیشون جواب میدادن میگفتن متاسفانه مثلا پوزیشن ندارم یا نمیتونم یا همچین چیزی. بعد من دو نفر جواب گرفتم، یه نفر توی ایتالیا آقای کارلو گوالتیری توی دانشگاه فدریکو سکندو، همون فدریکو دوم توی ناپولی ایتالیا، و یکی هم استاد فعلیم توی دانشگاه آروس دانمارک، که اینا رو من موازی در واقع جلو می بردم. بعد خب اون استادی که تو دانمارک بود خیلی بهتر بود، ایرانی بود خودشم، و دیگه اون قضیه ایتالیا کنسل شد. و اون استادی که تو ایتالیا بود دانشجو ایرانی داشت، دو سه تا دانشجو ایرانی داشت که من دانشجوهاشون رو میشناختم کیان، و اصلا روی این حساب بود که اصلا ایمیل ها رو جواب میدن. خیلی از استادا اصلا ایمیل ها رو نخونده پاک میکنن. من همین استادی که مثلا تو دانمارک باشون کار میکنم، مثلا خودشون گفتن از آسیا هر ایمیلی بیاد من اصلا نخونده پاک میکنم، اصلا جواب نمیدم کلا اینا رو، فقط ایمیل هایی که از ایران میاد چون خودم ایرانی هستم و نگاه میکنم. خیلی از استادا هم اینجوری هن. حالا یکی از دوستان آقا یا خانم رجب زاده پرسیدن که اساتیدشون جواب میدن، واقعا نه، ناامید نشید. خیلی بخوان جواب بدن 2-3% ایمیل های شما رو جواب میدن. تو اپلای هم اینجوریه، تو فرصت هم اینجوریه. خب حالا تو در مورد متن ایمیلش حالا میگم که چه ترفندهایی استفاده کنید که شانس جواب دادن رو بالا ببرید، ولی خب اصلا ناامید نشید. شما کلی وقت میذارید، دانشگاه پیدا کن، کشور پیدا کن، استاد پیدا کن، و ایمیل میزنید جواب نمیده، اصلا ناامید نشید. واسه همین میگم فرآیندش طولانی، های قرار بود که روز جواب بده که یه روزه تموم میشد همه چی. خلاصه اساتید ایرانی هم خیلی زیادن، خیلی خیلی زیادن. این شما در جاهایی که اصلا فکرش هم نمی کنید، اسمش هم نشید، میبینید که یا استاد ایرانی هست یا دانشجو ایرانی هست، حتما هستن. اینا رو در واقع جدی تر بگیرید، نه اینکه حتما باید ایرانی باشه ها، نه، ولی خب هستن. الان مثلا این نمونه فایل اکسلی بود که در ادامه حالا اون کارها من لیست استادا رو در آوردم، فهمیدم که بله مثلا الان نگاه کنید تو کشور هلند، مثلا توی مثلا دانشگاه دلف که خب تو شهر دلف البته، ولی خب نزدیک روتردام هلند هستش، یه استادی هست به این اسم، شماره تلفنش این بود، آدرس ایمیلش هم این بود، من تو این تاریخ بهش ایمیل زدم. بله دیگه، از اسمشون میشه فهمید که ایرانی هن دیگه. بعد مثلا توی فرض کنید دانشگاه مثلا آینتوبن فلان کس هست، بعد نمیدونم توی کشور مثلا آلمان دانشگاه کارلسروه این هست، تو دانشگاه برلین فلان شخصه، بعد و همینطوری توی کشورهای مختلف استادا یکی یکی پیدا میکردم، اونایی که به درد من به درد کار من میخورد، ایمیلاشون اینا رو یادداشت میکردم، شروع میکردم به ایمیل زدن، که حالا الان جلوتر میگم چجوری ایمیل بزنید. بعد اینجا حتما حتما یه چیز مرتب منظم برای خودتون درست کنید که یادتون باشه به کی کی ایمیل زدید، نزدید، جواب چی داد، چی شد، دوباره باید ایمیل بزنید، نزنید. اینا رو حتما مرتب منظم بنویسید که یادتون نره، یعنی به یکی دوبار نزنید، به یکی یادتون بره ایمیل بزنید یا جواب یکی دیگر یادتون بره بدید. اینا رو حتما چیز مرتب منظمی درست کنید. بعد اما دقت بکنید که روش استاندارد ارتباط با استاد مکاتبه از طریق ایمیله. اگه احیانا طرف مثلا آیدی اسکایپش رو گذاشته، شما تلفنش رو گذاشته، از اون طریق اقدام نکنید، حتما ایمیل بزنید اولین بار. بعد یه سری ایمیل های تمپلیتی وجود داره، ایمیل آماده است، مثلا برای فرصت این ایمیل رو بزنید، ور ندارید همونو بزنید، ایمیل تمپلیت نزنید. سعی کنید یه ایمیل برای خودتون، یه متنی، یه کاور لتری در واقع آماده بکنید که مختص خودتون باشه، چیز تکراری، تمپلیت نزنید. استادا خوششون نمیاد از اینکه یه ایمیل تمپلیت رو دریافت بکنن. بعد از طرف دیگه حالا اون ایمیلی هم که آماده کردید، یه دونه ایمیل رو برندارید برای 100 نفر بزنید. خب ایمیلی که به هر استاد میزنید باید خاص خود اون استاد باشه، نه اینکه کلا هر دفعه بردارید از اول یه متن جدید بنویسید، نه، ولی خب مثلا شاید 70% متن اون کاور لتری که براش میفرستید یا متن ایمیلی که دارید میفرستید ثابته، 30%ش رو با توجه به خود اون استاد باید تیونش کنید، یعنی باید هی اصلاحش بکنید. مثلا کجاش رو باید اصلاح بکنید الان جلوتر میگم. ببینید اون متن ایمیلی که میزنید خیلی نباید طولانی باشه، چون اینا ایمیل طولانی بفرستید اصلا نمیخونن. این اصلا انقدر سرشون شلوغه و انقدر کارهای مختلف دارن که آدم اصلا فکرش هم نمیکنه که مثلا یه استاداش از این کارا هم میکنه، به خاطر همون خیلی وقت ندارن ایمیل شما رو بخونن. پس باید ایمیلی که میزنید مختصر مفید باشه، شامل 3 بخش باید باشه. اول باید خودتون رو معرفی کنید، مثلا من فلانی ام، دانشجوی دکترام توی فلان دانشگاه از ایران. خب بعد عنوان تزم هم اینه.
بعد بخش دوم توضیح درباره نحوه آشنایی با استاد، دلایل علاقه به پروژه و علایق پژوهشی اوست. در این بخش شما باید توضیح بدید که چرا فکر میکنید شما گزینه مناسبی برای پیوستن به گروه تحقیقاتی او هستید. شما وقتی میدید این پیج استاد رو نگاه میکنید توی سایتش، خب مثلا دو سه تا از این مقاله هایی که اخیرا داده رو بخونید، یا اگر عنوان یه مقاله ای به نظرتون جالب اومد حتما تو متن ایمیل بهش اشاره بکنید، یا مثلا بگید که آقا من خیلی علاقه دارم به گروه شما که با این عنوان هستش جوین بشم بعد، یا مثلا من موضوع پایان نامم چون این هست خیلی نزدیک هست به آخرین مقاله شما که تو فلان ژورنال چاپ شده. یعنی طرف احساس بکنه که واقعا رفتید روی کارهای اون استاد وقت گذاشتید، مقالهشو دیدید، همچنین رندوم ور نداشتید بهش ایمیل بزنید. این خیلی مهمه، خیلی تاثیر داره توی در واقع بالا رفتن شانس جواب دادن به ایمیل شما. پس حتما این قسمتش رو ادیت بکنید، بنا به هر استادی اسم یکی دوتا از مقاله آخرش رو بذارید، اونم نه الکیا، واقعا رفت داشته باشه به کار شما، ور ندارید بگید من فلان مقالات خوندم خیلی خوشم اومده به اونم بیاد بگید چه رفتی به کار تو داره. خب اینا حتما به نگاه بکنید، واسه همینشه که اصلا میگم وقت گیره، اینکه یه ماه دو ماه طول میکشه، این کاراشه که طول میکشه که شما حالا ایمیل زدنش پیدا کردنش و اینا. و در بخش سوم درخواست دقیقتون رو توضیح باید بدید، بگید که من میخوام مثلا برای دوره چه میدونم 3 ماهه، 4 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه، 1 ساله به عنوان guest PhD student یا guest researcher با این عنوان معمولا میگن بیام اونجا مثلا پیش شما، مثلا با شما همکاری تحقیقاتی بکنم. و حتما 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 به این قضیه اشاره بکنید که آقا هزینه منو ایران میده. خب یعنی اون بدونه که قرار نیست برای شما از دانشگاه فاندی بگیره، قرار نیست اونجا برای شما هزینه اضافی بکنه، چون وقتی که بحث فاند پیش میاد اینا خب فاندهای محدودی دارن و معمولا میان برای دانشجویان ارشد و دکترای خودشون هزینه میکنن، یا دانشجویان همکاران پستا که خودشون هزینه میکنن، بعد پول اضافی ندارن برای کسی که از یک کشور دیگه مثلا میخواد 6 ماه بیاد اونجا هزینه کنن، براشون نمیصرفه، چون تا طرف بیاد ببینه چه خبره 6 ماه تموم شده، اون چه کاری میتونه برات، در واقع شما چه کاری میتونید برای اون انجام بدید که برای اون خیلی مفید باشه. به خاطر همین معمولا اینا فاند نمیدن، و اگر شما اشاره بکنید که من فاندم تأمین هست، این باعث میشه که خیلی بیشتر استقبال بکنن، و اصلا همین قضیه هستش که به در واقع فرصت مطالعاتی رو نسبت به اپلای عادی خیلی ساده تر میکنه، چون شما وقتی اپلای میکنید دنبال این هستید که از اونجا پول بگیرید، ولی تو فرصت مطالعاتی حداقلش اینه که اما ابتدای کار دنبال این نیستید که از اونجا پول بگیرید. خب و میگید که پول من ایران میده، من فقط میخوام بیام اونجا مثلا با شما کار تحقیقاتی انجام بدم. خب این هم در مورد محتوای ایمیل. بعد حتما یه سابجکت مناسبی برای ایمیلتون انتخاب بکنید، مثلا معمولا می نویسن prospective PhD student یا مثلا guest PhD student, visiting PhD student، یه همچین عنوانی معمولا انتخاب میکنن. در مورد کمک هزینه من هم توضیح میدم، یه خورده صبر و تحملتون رو باید بالا ببرید. بعد سعی بکنید تو متن ایمیل عرض کردم به نام گروه تحقیقاتی اشاره بکنید، یا بعضی از مقالات استاد اشاره بکنید، تا دیگه خیلی زایه هم نباشه که طرف بفهمه الکی برداشتید نوشید. طبیعتا شما نمیاید که مثلا به 50 نفر میخواید ایمیل بزنید واسه هر نفر 2 تا مقاله، 100 تا مقاله رو بشین از اول تا آخر بخونید. نهایتا در واقع ابسترکت مقالهشون میخونید. این که من توی متن نامه عرض کردم اشاره بکنید، باید بنویسید Fully funded by Iranian Ministry of Science, Research and Technology، یعنی شما بگید که آقا کامل ساپورت میکنن، ولی خب اینا قرار نیست کامل ساپورت کنن، اونم الان جلوتر بهتون میگم، ولی خب حداقل مطمئن شه که الان ازش پول نمیخواید. خب هم اولش ایمیل بزنید بگید به من پول بده من بیام پیش تو، خب جواب نمیده دیگه، میگم پول از کجا بیارم. بعد یه توضیح خیلی مختصری هم در رابطه با عنوان رساله دکتراتون باید بدید، که مثلا بگید که عنوان رساله من اینه، بعد من پروپوزالم هم دفاع کردم، مثلا آزمون جامعه هم دادم، الان دارم مثلا روی تزم کار میکنم که مرتبط هست با تحقیقاتی که شما انجام میده، به نظر میرسه میشه تحقیقات مرتبط انجام داد. نکته خیلی مهمتر اینه که شما توی ایمیلی که می نویسید که حالا یه متنی داره که بهش میگیم کاور لتر، همین چیزهایی که گفتم باید توش بنویسید، باید فایل سی وی تونم حتما به ایمیل اتچ بکنید. سی وی هم که خب همه میدونید دیگه، در واقع یک مختصر و شرح حالی، یه چیزی تو مایه های رزومه است، منتها حالت آکادمیک تر داره.
که حالا چون داستانش خیلی مفصله من وارد جزئیات سیوی نمیشم، حالا ما توی کارگاه های جدا اصلا کلا سیوی رو تدریس میکنیم که چجوری بنویسیم. بعد فایل سیوی تونم در اثر عجله و ذوق زدگی در ارسال ایمیل فراموشتون نشه، برای من این اتفاق افتاده ها، مثلا ایمیل رو زدم رفته بودم اصلا سیوی یادم رفت اتچ بکنم، چون اگر یه استادی متن ایمیل شما رو بخونه خوشش بیاد در گام بعدی، آها تو متن ایمیل هم باید بنویسین که مثلا پلیز مثلا نگاه کن مثلا ما اتچ سی وی تو ایمیل که اتچش کردم، باز میکنه سی وی شما رو نگاه میکنه میبینه مثلا علایقتون چیه، پابلیکیشناتون چی بوده، سوابقتون چیه، معدلتون چنده و اینا، بعد سی وی تون هم پس حتما اتش بکنید. بعد یه بار این اتفاق افتاد و کاری که کردم این بود که برداشتم یه ریمایندر بهش زدم که الان جلوتر میگم ریمایندر یعنی ایمیل یادآور که اگر جواب نداد استاد بهش ریمایندر میزنن دوبار، توی ریمایندر اتش کردم که البته اصلا جوابم نداد کلا استاد. بعد دقت بکنید ایمیل رو توی زمان مناسبی بفرستید، معمولا حالا توی اکثر کشورهای دنیا روزهای شنبه یک شنبه خب ویکندشونه تعطیله، سعی کنید روزهای تعطیل نفرستید ایمیل رو چون چک نمی کنن. بعد و روزهای مثلا اوایل هفته معمولا مناسب تره، دوشنبه سه شنبه اگر بفرستید، و سعی کنید زمانی بفرستید که تایم صبح باشه به وقت اون کشور، خب این شب نشه که وقتی که اون صبح مثلا میاد ایمیلش رو باز میکنه چک کنه ایمیل شما اون بالا قرار بگیره، اینا واقعا تاثیر داره ها، یعنی چیزای خیلی جزئیه ولی مهمه. بعد یا حداقل مثلا یه دفعه رو یه جوری بزنید که مثلا دوشنبه صبح باشه، یکیشو یه بار بزنید چهارشنبه شب باشه اگه جواب نداد، ریمایندر بعدی که میزنید جمعه بزنید ببینید بالاخره یکیشو میبینه دیگه، و اصلا از میل ترکر استفاده نکنید. میل ترکر هم خب احتمالاً بعضیتون بدونید چیه. میل ترکر یه در واقع افزونه ایه که توی بحث جیمیل هست، روی یاهو هم میشه اضافه کرد، که با استفاده از میل ترکر شما میفهمید که اون استاد ایمیل شما رو باز کرد یا باز نکرد، کی باز کرد، به شما اطلاع میده که ایمیل شما دیده شد یا نه. خیلی از استادا از این خوششون نمیاد و به نوعی انگار نفوذ به حریم شخصیشون میدونن. شما از میل ترکر استفاده نکنید، ایمیلتون عادی بزن، حالا یا جواب میده یا نمیده دیگه، ولی اینکه خیلی کنجکاو باشین که این ایمیل رو باز کرد احساس میکنه دارین ازش جاسوسی میکنید، میل ترکر نزنید کلا. بعد و دقت بکنید اگر نگاه میکردید توی اون فایل اسلاید قبلی، اون فایل اکسل من گاهن پیش میومد که مثلا توی دپارتمانی توی دانشکده دانشگاهی چند تا استاد بودن که توی اون فیلد داشتن کار میکردن، به هیچ وجه بر ندارید به استادایی که توی گروه هستن توی دانشکده هستن به همشون به همزمان به همشون ایمیل بزنید، به یک ایمیل بزنید جواب نداد یه هفته بعد دوباره یه ریمایندر بزنید که آقا این ایمیل رو من فرستاده بودم، بی زحمت هر موقع وقت داشتید نگاه کنید، جواب نداد دوباره یه ریمایندر دیگه بزنید، اگه جواب نداد برید به نفر بعدی ایمیل بزنید، چون اینا همشون با هم در ارتباطن، اگر همزمان به همشون ایمیل بزنید خیلی بد میشه، میگن که آقا این میخواد به هر قیمتی که شده بیاد و واسه هر کدومم یه نامه فدایی شوم فرستاده، از این کارا نکنید. مثلا من خودم دامار که میرفتم روز اول بود رسیده بودم اونجا، توی اتاقی بود که به ما داده بودن مخصوص همون ویزیتینگ پی اچ بود، یه هم اتاقی ما داشتیم چینی بود، بعد من رفتم بیرون یه کاری داشتم دور برگشتم تو اتاق گفت یه پسر ایرانی اومده بود با تو کار داشت، بعد من گفتم اصلا اینجا کی منو میشناسه، گفتم استادم و میگی اون ایرانیه، گفت نه استادت نبود یه پسر دیگه بود، گفتم خب حالا میاد دیگه، یه خورده نشستم دیدم بله، یه ساعت بعد یه آقای اومد گفت من فلانی هستم اینجا پستاک دارم میخونم و اینا، فلانی میگفتش که آره یه دانشجو گرفتم، بعد من دیدم که آقا اصلا اینا کلا هر ایرانی که توی این دانشگاه وجود داره میدونه که من قراره بیام اونجا، همشون با هم در ارتباطن، پس به هیچ وجه بر ندارید به چند تا استادی که یه جا هستن ایمیل بزنید همزمان، صبر بکنید اگر جواب نداد بعد بزنید به نفر بعدی، بعد حد اکثر دو بار ایمیل یادآوری بزنید دیگه، اگه دو بارم ایمیل یادآوری زدید بازم جواب ندید طرف نمیخواد جواب بده دیگه، زوری نیستش. بعد حتما یه فایل اکسل ایجاد بکنید از نام اساتید، نام دانشگاه، مرتبه علمی استاد رو حتما بدونید که آیا این اسیستنت پروفسور، اسوسییت یا فول پروفسوره. معمولا اسیستنت پروفسور ها اونایی که استادیار هستن تازه هیئت علمی شدن جوان ترن معمولا روی اینا بیشتر جواب میده
تا فول پروفسور ها و اینا. شاید مثلا فول پروفسور یه آدم سن بالاییه که اصلا حال حوصله این کارا رو هم نداره، البته نه لزوما همیشه. مثلا من استادی که تو ایتالیا پیدا کرده بودم فول پروفسور بود، اینی که تو دانمارک رفتم اسیستنت پروفسور بود. بعد آدرس ایمیلشون رو حتما دقیق یادداشت کنید، اشتباهی مثلا این یه حرفش رو جا میندازید برای یکی دیگه میفرستید، بعد میگین چرا جواب نمیده، نگو که اصلا شما دارید اشتباه میفرستید. زمان ارسال ایمیلاتون رو یادداشت کنید که مثلا ایمیل اول من کی فرستادم این جواب نداد، این یکی رو توی زمان دیگه بفرستم. و وضعیت جواب احتمالی دریافت شده، خب بالاخره اینا ممکنه جواب بدن. بعد مثلا ممکنه بگه که خب یکیشون مثلا یادم به من گفتش که پروپوزال تو بفرست من بخونم، و من نشستم پروپوزالم رو به انگلیسی نوشتم یه بارم از اول، البته خیلی خلاصه تر. بعد یا مثلا یه استادی گفت خب با هم یه میتینگ اسکایپ بذاریم، یکی دیگه گفت من الان مرخصی هم فلان تاریخ دوباره به من یه ایمیل بزن. یه همچین حالتهایی ممکنه جوابای اینجوری باید بگیرید، و حتما یادداشت کنید که وضعیت الان چی شد، یادتون نره که اون جواب بنده خدا رو بدید. از نوشتن ایمیل های خیلی طولانی خودداری کنید، چون اگه خیلی طولانی داستان بنویسید اصلا نمیخونن ایمیلتون رو. حتما به شبکه های اجتماعی پژوهشی توجه کنید. شبکه های اجتماعی پژوهشی مثل چی؟ مثل ریسرچ گیت، مثل لینکدین، مثل اورکید. البته لینکدین پژوهشی نیست، کاریه، ولی خب لینکدینتون خیلی مهمه. اگر تو لینکدین اکانت ندارید حتما یه اکانت بسازید، به روزش بکنید، وضعیت خودتون رو اونجا بنویسید. خیلی وقتا پیش می اومد من به استاد ایمیل می زدم، بعد یه روز بعد می دیدم تو لینکدین هم نوتیفیکیشن اومد که فلانی رفت پیج لینکدین تو رو چک کرد، بعد می دیدم که همون استاد رفته چک کرد. یکی از کارهایی که میکنن اینا، میرن لینکدین طرف رو چک میکنن، و خیلی خوبه که داخل CVتون پیج لینکدینتون هم بذارید. همونطور که دیدم من توی اسلاید اول لینکدین خودم گذاشته بودم. ریسرچ گیت، اگر مقاله چیزی قبلا دارید حتما اکانت ریسرچ گیت داشته باشید، تو ریسرچ گیت مقالاتتون آپلود بکنید. یا مثلا اگر مقالاتتون توی گوگل اسکالر چیز شده، ایندکس شده، حتما تو گوگل اسکالر اکانت داشته باشی. اینا رو میرن چک میکنن که ببینن آقا طرف اصلا راست میگه یا الکی برداشت این ایمیل رو زده. خیلی مهمه که توی این شبکه‌های اجتماعی حتما حضور فعالانه داشته باشید. بعد سعی کنید به خاطر بحث عجله بیش از اندازه غلط املایی، غلط گرامری، اشتباه تایپی و اینجور چیزا نداشته باشید تو متن ایمیلتون. یعنی به هیچ وجه عجله نکنید توی ارسال ایمیل که زود بفرستیم بره. خب حتما با آرامش بخونید، چندین بار گرامرش رو چک بکنید. اگر خودتون زبانتون خیلی عالی نیست، از دوستی که مثلا اپلای کرد یا زبانش خیلی خوبه بخواید که یه بار بخونه متن نامتون رو که اشتباه انگلیسی نداشته باشه. یعنی اشتباه انگلیسی همانا، و دیگه اصلا جوابتون رو نمیدم، میگن که این یه دونه ایمیل بلد نیست بزنه، این میخواد بیاد چه پژوهشی بکنه. و همینطور در اثر عجله بیش از حد گاهم پیش میاد آدم یادش میره فایل سی ویشو اتچ کنه، یا مثلا فکر میکنه اتچ کرده ولی میبینه آپلودش کامل نشده. اینا رو حتما جدی بگیرید، و همینطور صبر و استواری داشته باشید دیگه. یعنی باید صبر زیادی داشته باشید، خیلی طول میکشه این روندش، و اصلا اتفاقات عجیب و غریب میفته. من در حین مکاتبه با این استادی که ایتالیایی بود و به ما یه اوکی نسبی داده بود، مصادف شد با اون هفته ای که یادتون باشه سال 98 یه هفته اینترنت کلا قطع شد تو ایران. بعد حالا ما پا شدیم رفتیم دانشگاه، اینترنت دانشگاه 2-3 روز وصل بود، یعنی همه جا اینترنت قطع شده و ما تو دانشگاه اینترنت داشتیم. بعد وسطشون هم قطع شد، بعد اصلا من دیگه داشتم از استرس می‌مردم که الان این قرار ایمیل بزنه من جواب ندم، این فکر کنه که من سر کارش گذاشتم. بعد خلاصه اینکه یه ذره ریلکس باشید، اعصاب قوی میخواد این کارا، و ممکنه خیلی وقتا وسطش پشیمون شید، اصلا این چه کاری من دارم میکنم و چقدر اعصاب خرد کنه، هیچکی جواب نمیده، من انقدر وقت گذاشتم فلانی رو پیدا کردم اصلا محل نذاشت به ایمیلم. خیلی از این اتفاقات میفته، یعنی نرخ جواب دادن کمتر از 10%، یعنی از هر 10 تا ایمیلی که میفرستی شاید یکیشو جواب بدن. واسه همین خیلی استرس نگیرید اگه احیانا ایمیلتون رو جواب ندادن، بالاخره یکی پیدا میشه. و بحث بعدی هم اسکایپه، یعنی اگر شما ایمیلتون رو جواب دادن اوکی بود، به احتمال خیلی زیاد اون استاد از شما خواهد خواست که میتینگ اسکایپ باش بذارید، یا حالا زوم یا اسکایپ. حالا زوم تو ایران فیلتره، مثلا چی ازش بخواید که تو اسکایپ میتینگ بذارید. اسکایپ هم خب اکثرا دارید، اگر هم ندارید کار خاصی نداره، هم توی کامپیوترتون میتونید نصب کنید، هم توی گوشیتون یه میتینگ اسکایپ باهاتون میذاره و باهاتون صحبت میکنه. میتینگ اسکایپ از چند جهت خیلی مهمه. اولا اینکه خب خیلی جزئی‌تر ازتون سوال میکنه،
بعد در مورد سطح زبانتون تو همین اصلا میتینگ اسکایپ معمولا اینا میفهمن که طرف زبانش در چه حده. معمولا مثلا برای گس پی اچ دی اینا مدرک زبان و اینا نمیخوان، مثلا نمیگن برو تافل بیار یا آیلتس بیار. خب و از طریق صحبت کردن میتونن بفهمن که طرف زبانش در چه حدی است. البته خب بماند که شما برای آزمون جامعه حتما باید مدرک زبان ارائه بدید، منتها حتی اگر مدرک زبان بین‌المللی هم ندارید، معمولا برای گس پی اچ دی نیازی نیست برای فرصت مطالعاتی به امتحان زبان مجزایی بدید برای دانشگاه خارجی. ایران میخواد، وزارت علوم میخواد، منتها اونو با یه ام اس آر تی میشه حلش کرد، ولی تافل آیلتس معمولا نیازی است و از طریق همین مصاحبه اسکایپ میفهمن که شما سطح زبانتون در چه حدی است. اگر هم که استادتون ایرانی باشه که دیگه حل، اصلا باهاتون فارسی حرف میزنه هیچ مشکلی نداشت. بعد نهایتا اگه همه چی خوب پیش بره میرسید به این مرحله، این دعوتنامه‌ایه که از دانشگاه براتون میفرستن. البته این دعوتنامه اولیه من نیست، این دعوتنامه اولیه من مثلا اسفند سال 98 ارسال شد، منتها چون من بعدا برای ویزا باید اقدام میکردم دعوتنامه جدید میخواستن، این دعوتنامه آخری است که به خاطر ویزا برای من فرستادن، که در واقع نامه ای به این شکل میفرستن، مشخصات شما رو می نویسن، اینجا به نام سوپروایزر شما اشاره میکنن، معمولا رئیس دانشکده یا رئیس دانشگاه امضاش میکنه و این برای شما ایمیل میشه یا گاهن پست میشه براتون، و شما با استفاده از این دعوتنامه و حالا یه سری مدارک دیگه هم میتونید برید فاند بگیرید، پول بگیرید از وزارت علوم، هم میتونید ویزا بگیرید با این، یعنی این دعوتنامه نباشه بهتون ویزا نمیدن. بعد اما آماده سازی مدارک، ببین آماده سازی مدارک که عرض میکنم اینجا بیشتر به خاطر بحث کمک هزینه مالی گرفتن وزارت علوم ها، یعنی این جدایی از بحث ویزاست، مدارکی که منظور خود ایران میخواد از شما. ببینید شما هزینه ها چیان، یکی که ممکنه اون دانشگاه مقصد اصلا از شما پول بخواد، که گفتم بیخیال شید اگه همچین موردی بود بذاریدش کنار، چون خیلی دانشگاه اصلا واقعا پول نمیخواد. خب وقتی شما میتونید رایگان برید، چه کاری الکی برید پول خرج بکنید، خوشم تو این قیمت وضعیت قیمت ارز. برای تامین هزینه ها منظور هزینه که بلیت رفت و برگشتتونه، یکم هزینه خب خورد و خوراک و اقامتتون در اون کشور خارجی و حالا که میخواد یه سفری چیزی هم بره اونجا بره بگرده، خب این هزینه داره. یه راهش سلف فانده، یعنی شما با هزینه شخصی خودتون برید. سلف فاند رفتن خب یه مزایایی داره یه معایبی داره. معایبش که تابلو باید بالاخره اون پولر داشته باشید دیگه، یعنی یه هزینه نسبتا بالایی داره، البته خیلی از زمینه ها خیلی کمتر از اون چیزی که آدم فکر میکنه، یعنی فکر میکنه خیلی خیلی چیز گرونی باشه، ولی تو خیلی از چیزها میشه خیلی در واقع کمتر کرد هزینه ها رو، خصوصا در مورد محل اقامت و اینا خیلی میشه ارزون ترش کرد همه چیو. بعدیش خب اینه که خودتون بعد این هزینه رو تامین بکنید، که اگر یکی واقعا میتونه این هزینه رو تامین بکنه ارزشش رو داره که هر جوری شده بره. بعد مزایاش هم اینه که مزایاش در واقع معایب اون یکی هاست، مثلا شما اگر از وزارت علوم بیاید پول بگیرید، بعد اگر بخواید بعد از اینکه دوره دکتراتون تموم شد مدرک دکتراتون رو آزاد بکنید، چون مثلا فرض کنید میخواید مهاجرت کنید یا یک پوزیشن پستاکی پیدا شده میخواید برید خارج از کشور، از شما ترجمه اصل مدرک دکتراتون رو میخواد، شما باید برید اون موقع مدرک دکتراتون رو آزاد کنید اگر دانشجو دوره روزانه هستید. موقعی که میرید مدرک دکتراتون رو آزاد بکنید، اون پولی که وزارت علوم موقعی که شما میخواستین برید فرصت بهتون داده که حالا چند دلار بوده چند یورو بوده، همون رو معادل ریالیش رو به قیمت روز ازتون میگیره. یعنی اگر مثلا موقعی که شما رفتین فرصت به شما مثلا 3000 دلار پول داده، قیمت دلار اون موقع بوده 10000 تومان و 3000 دلار میشه 30 میلیون تومان، الان مثلا شما میخواین برین مدرکتون رو آزاد کنید، 3000 دلاری که اون موقع داده الان مثلا قیمت دلار 30000 تومانه، از شما 90 میلیون پول خواهد گرفت علاوه بر پولی که حالا بابت آزادسازی مدرک میگیره. یعنی بعداً بخواید مدرکتون رو آزاد کنید پول از شما میگیره، ولی خب سلف فاند برید که دیگه با پول خودتون رفته دیگه، هیچ تعهدی ندارید. بعد یه خوبی دیگه که داره اینه که شما اگه از وزارت علوم پول دریافت کنید، کمک هزینه دریافت کنید، باید برید وثیقه بذارید، باید برید ضامن بذارید، 100 تا متعهد بشید، همه جا رو امضا بکنید که برمیگردید، و این پول هم اگر اضافه اومد برش میگردونید، کمتر از 6 ماه اقامت داشتید مازادش رو برمیگردونید، نمیدونم 100 تا گزارش باید بهشون بدید و از اینجور داستانا، ولی خب سلف فاند برید دیگه کسی کاری به کارتون نداره.
این در مورد سلفان. وزارت علوم مزایاش اینه که خب بالاخره پولی که میدن دیگه. حالا قبلا اینجوری بودش که برای تمامی دانشجویان دکترا که میخواستن برن فرصت مطالعاتی قشن هزینه ها رو میدادن. هزینه هاش هم اینجوری که تو همین گروه فرصت تحقیقاتی که عرض کردم اگر عضو بشید یه جداولی داره برای شهرهای مختلف در کشورهای مختلف. خودشون اومدن هزینه ها رو در آوردن، هزینه متوسطی چقدره که شما بسته به اینکه اون دانشگاهی که میخواید برید تو چه شهری و در چه کشوری قرار داره یه کمک مالی میکردن که تقریبا میشه گفت برای هزینه های زندگی یک نفر در اون کشور کافیه. منتها بعدن که قیمت ارز رفت بالاتر، مثلا دوروبر سال 91 92 اینا که مثلا دلار یهو از 1000 تومان شد 3000 تومان، دیگه به همه در واقع کل اون پول رو نمیدادن. مثلا اگر اومده بودن خودشون برآورد کرده بودن که هزینه های زندگی برای 6 ماه مثلا برای یک شخص تو این شهر مثلا میشه 5000 دلار، نمی اومدن کل 5000 دلار رو بدن، 65 درصدش رو میدادن، یعنی یه چیزی دور و بر 3200 دلارش رو میدادن. بعد میگفتن بقیهش رو برید با پول خودتون ارز دانشجویی بگیرید، یعنی ارزون تر از قیمت بازار به قیمت ارز دانشجویی بگیرید. منتها خب این ارفاق رو شما قائل میشیم که با نرخ ارز دانشجویی به شما این ارزها رو میفروشیم. بعدن که بازم گرونتر شد و عملا این ماجرای ارز دانشجویی هم حذف شد، اومدن گفتن که آقا ما فقط 65 درصدش رو میدیم، بقیهش هم به عهده خودتونه، حالا اصلا میخوای برو 35 درصد رو بگیر، میخوای برو بیشتر بگیر، کمتر بگیر، ما فقط 65 درصدش رو میرسونیم بدیم. بعدن که بازم گرونتر شد و تعداد دانشجویان دکترا بیشتر شد، خب اینا دیدن که نمیرسونن واسه همه بیان بدن و در واقع اومدن گفتن که ما از هر دانشگاهی به عده معدودی میدیم، به 2 نفر میدیم، 3 نفر میدیم، به 10 نفر میدیم، بسته به تعداد دانشجویان دکترای اون دانشگاه. بعد و خب یه معیارهایی گذاشتن، مثلا طرف هر کی معدلش بالاتر باشه، هر کی امتیاز پژوهشیش بالاتر باشه، به خود دانشگاه سپردن، گفتن آقا ما کمک هزینه مثلا 3 نفر رو تو این دانشکده میدیم، حالا این دانشکده 10 دانشجو دکترا داره، مثلا 7 تاشون میخوان برن، ما فقط هزینه های 3 نفر رو میدیم، خود دانشکده بیاد امتیاز بندی کنه به 3 نفر برتر این هزینه رو بده، بقیه دیگه به ما ارتباطی نداره. الان خلاصه این که خیلی محدود شده، خیلی سختتر شده کمک از این وزارت علوم، یعنی به همه نمیرسه، تازه به اونایی هم که میرسه در واقع یه بخشی از 65 درصد هزینه ها رو فقط پوشش میده، اونم 65 درصد هزینه های یک نفر، اگه یکی متأهل باشه، بچه داشته باشه، اینا با هم بخواب برن، دیگه بقیه هزینه به عهده خودش. بعد یه ایرادی که عرض کردم یکیشون ماجرای آزادسازی مدرک بود که باید برید به قیمت روز پولش رو دوباره پرداخت بکنید. اگر بخواید برید خارج از کشور و آزاد کردن مدرک براتون مهم باشه، ممکنه یکی بخواد بره خارج ولی آزاد کردن مدرک اصلا ازش نخوان، یا یعنی کسایی که میخواد بمونه ایران دیگه مشکل رو نداره. یه مورد دیگه ای هم که داره، از 7 خان رستم باید در واقع رد شید تا بتونید این کمک هزینه رو بگیرید و این کمک هزینه رو دقیقاً 2 روز مونده به اینکه برید به شما میدن، یعنی شما باید ویزاتون آماده باشه، مدرک بلیط ها رو گرفته باشید، همه چی رو باید گرفته باشید، یعنی مطمئن شن که دارید میرید، بعد اون موقع به شما پول رو میدن. و حالا مسئله که به وجود میاد اینه که شما میخواهید برید ویزا بگیرید، سفارت میگه که شما در واقع اون تمکن مالیتون چیه، بعد میگید که وزارت علوم قراره به من پول بده، بعد میگه خب کو پوله رو داده، میگیم نه منتظر ویزا بیاد، ویزا هم میگه برو هر موقع پولو گرفتی بیا من بهت ویزا بدم، یعنی این میگه اون اول باید پول بده، اون میگه اون اول باید ویزا بده. حالا یه کاری که دانشگاه ها میکنن، حالا یه همکاری نصف نیمه میکنن، یه نامه میدن یا وزارت یه نامه میده که ما به این پوله رو میدیم یا پوله رو دادیم، پوله رو واقعا نداده ها، فقط نامه رو داده، که شما اون نامه رو ببرید نشون سفارت بدید که بهتون ویزا بده، بعد که ویزا رو گرفتید اون رو بیارید نشون وزارت علوم بدید که بهشون پوله رو بده. خلاصه اینکه خیلی فرآیند استرس زاییه، یعنی تا این پوله رو بدن در واقع آدم جونش به لبش میرسه. بعد یه جای دیگه هم که حمایت مالی میکنه، بعضی از دانشگاه ها هستن، حالا من نمیدونم این بچه‌هایی که اینجا هستن دانشگاه تهرانی داریم اینجا، کسی هست از دانشگاه تهران باشه بین دوستانی که حضور دارن؟ نداریم کسی رو. آها داریم. دانشگاه تهران خودش از بودجه معاونت پژوهشیش چیز میکنه، یه حمایت مالی هم دانشگاه تهران انجام میده برای دانشجویان خودش، که مثلا فرض بفرمایید اگر قرار باشه توی دانشکده 2 نفر رو وزارت علوم ساپورت مالی کنه، مثلا 1 نفر 2 نفر هم خود دانشگاه ساپورت مالی میکنه، یعنی این از این جهت خوبه، یعنی شما اگر نتونستید
جزو اون افرادی باشید که از وزارت علوم دارن پول میگیرن، میتونید از خود دانشگاه هم پول بگیرید. این هم خب یه آپشنی که دانشگاه تهران داره، شاید دانشگاه دیگه هم داشته باشن، من خبر ندارم. حالا من چون خودم دانشگاه تهرانی هستم میدونم که دانشگاه تهران همچین چیزی رو داره و فراخوانی که هر سال میدن همزمان معمولا میدن، یا یه ماه این ور اون ور. مثلا معمولا اردیبهشت ماه هر سال مثلا دانشکده طلایی میده معاونت پژوهشیش، که اون دوستانی که دانشجوی دانش چیز هستن، دکتر هستن، میخوان برن فرصت و میخوان از فاند وزارت علوم استفاده کنن یا از فاند خود دانشگاه استفاده کنن، مثلا مدارکشون رو بیارن. مدارک چیه؟ مثلا دعوتنامه‌شون رو بیارن. استاد راهنما اگر گرنتی داشته باشه، پولی چیزی داشته باشه، خب کمک بکنه که عالی میشه، ولی همه چی ممکنه. ولی خب معمولا هزینه خیلی چون بالایی داره، شاید حالا بعید میدونم استاد راهنما انقدر پول در داشته باشه. مثلا باید آخه به دلار بده، به یورو بده، از کجا بیاره بده، بعد حقوق خودش بده، یا هم که شاید یه بودجه چیز داشته باشه، ممکنه آره کمک بکنه. یه حالت دیگه، آهان، و حامیان مالی. ببینید مثلا دانشکده فنی دانشگاه تهران یه دونه چیز داره، بنیاد حامیان مالی دانشکده فنی دانشگاه تهران. یه سری آدم فارغ التحصیل سابق دانشکده فنی، یه سری آدم خیرن و بسیار پولدار، اینا کمک میکنن به توسعه دانشکده، بازسازی دانشکده و یه سری بودجه هایی میذارن برای اینجور کارا، مثلا بحث فرصت مطالعاتی و اینا. اونها هم حمایت مالی میکنن. حالا تو دانشگاه های مختلف ممکنه نهادهای دیگه هم باشه که از این کمک های مالی بکنن. خلاصه میشه مثلا از اینها هم پول گرفت. حالا اینکه آیا موقع آزادسازی مدرک اینا هم میگن بیان این پول رو برگردونی یا نه، اینو من در جریانش نیستم که همچین مسئله هست یا نه. یه حالتش هم دانشگاه مقصده، یعنی اون کشور خارجی که شما میخواین برید اون بیاد به شما پول بده. این اگر همچین حالتی باشه نور علی نور میشه، منتها معمولا پیش نمیاد. علتش هم اینه که دانشگاه خارجی زمانی میاد پول میده به یکی که شما برید برای اونها کاری انجام بدید، مثلا یه پروژه اونجا باشه، شما برید اون پروژه هر رو کار کنید، ولی خب شما در عملا فرصت مطالعاتی میدید کار خودتون رو انجام بدید، نه کار اونا رو انجام بدید. یا اینکه مثلا یکی ممکنه بره اونجا تی ای شه، بره آر ای شه، ولی خب سخت پیش میاد این شرایط که شما برید و مثلا توی اون دانشگاه به عنوان دانشجوی دکترای مهمان این فرصت رو به شما بدن برید اونجا مثلا توی پروژه مشارکت کنید. و معمولا باید از قبل این برنامه ریزی شده باشه که بشه یه همچین پروژه ای تعریف کرد، یا مثلا یه فاندی بهش اختصاص داده بشه. و حتی اگر همچین چیزی هم بشه، شما تو مکاتمات اولیتون نباید اصلا به این قضیه اشاره کنید. حالا بعدا میتونید با اون استاده، حالا یه خورده صمیمی تر که شدید، بپرسید ببینید که آیا همچین چیزی هست یا نه. که این تقریبا میتونم بگم همش مزایاه، معایبش فقط این قسمتیشه که شما باید در واقع در قبالش یه کارایی هم برای اونجا انجام بدید. بله آقای سلیمی، ضبطم میشه، فایلش هم بعدا در اختیارتون قرار میگیره. بعد برای دریافت کمک مالی از وزارت علوم، من مراحلش رو اینجا نوشتم. شما یه درخواست کتبی میدید، استاد راهنماتون تایید میکنه، دانشکده مهر میکنه، بعد دانشگاه یه نامه میزنه با سربرگ خودش. از طرفی هم شما یه دعوتنامه دارید با سربرگ اون دانشگاه خارجی که تاریخ دقیق پذیرش رو نوشته، مثلا آقا فلان، آقای فلانی، خانم فلانی، از فلان ماه این سال تا فلان ماه این سال به مدت انقدر وقت قرار هستش اینجا بیاد مثلا توی دانشگاه ما به عنوان ویزیتینگ پی اچ دی حضور داشته باشه. و چیز دیگه که میخواد فرصت مطالعاتی، یه مدرک زبان میخواد. مدرک زبانش هم خیلی خیلی ساده است، یعنی اون سطح نمره که در نظر میگیرم واقعا چیز پایینی، میگه ام اس آر تی 50 بگیرید یا تافل 60 یا آیلتس 5.5، که شما ذاتاً چون برای آزمون جامعتون نیاز دارید که مدرک زبان ارائه بدید، معمولا از همون میتونید استفاده بکنید برای فرصت مطالعاتی. حالا اکسپایر هم شده باشه میتونید برید امتحان دیگه بدید. مثلا من سال دوم ارشد که بودم امتحان تافل داده بودم، بعد من از اون استفاده کردم توی مصاحبه دکترا، بعد از همون هم استفاده کردم برای آزمون جامعه، بعد به فرصت که نوبت رسید تافلم اکسپایر شد، بعد دیگه نرفتم دوباره تافل بدم چون ارزشش خیلی بالا بود، رفتم ام اس آر تی دادم و خیلی راحتی هم مثلا همین جوری هم برید بدید قبول میشید.
بعد دیگه اون گروه آموزشیتون صورت جلسه میکنه این قضیه رو، بعد تحصیل تکمیلی امضا میکنه، حالا یا شورای بین الملل دانشکده اگر همچین چیزی داشته باشه، یا پردیس، یا معاونت تحصیل تکمیلی، اینا خلاصه یه هر دانشگاهی روال خاص خودشو داره، یه پرونده درخواست بورسیه براتون درست میکنن و در کنارش تاییدیه آزمون جامعتون که شما آزمون جامعه گذروندید و همینطور صورت جلسه دفاع پروپوزالتون، اینا رو آماده میکنید. یه سری هم فرم داره که توی همین گروه فرصت مطالعاتی که تلگرام عرض کردم و اولش، اینا همش اونجا هست، اون فرما به نام فرم 101 102 103، چیز خاصی هم نیست، مشخصاتتون رو اینا رو فرم میکنید، نمیدونم نام دانشگاه و این چیزا، اینا رو هم فرم میکنید به همراه یه سری مدارک دیگه و همینطور اصل سند محضری که حالا یا حالت ملکی باید داشته باشه، یعنی سند خونه، یا اینکه دو تا کارمند دولتی بیان تعهد بدن که این آقای فلانی که داره میره، خان فلانی که داره میره، این قرار برگرده، اگه برنگشت جریمهش رو از حقوق من کسر بکنید. بعد همه اینا که آماده شد، تا قبل از پایان نیم سال ششم تحصیلیتون باید ببرید بدید یا معاونت تحصیل تکمیلی یا معاونت بین الملل دانشگاهتون، اون یه نامه میزنه به اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم. بعد این مدارک که آماده شد توی سامانه امور دانشجویی، سامانه سجاد که آدرسش رو اینجا گذاشتم، میرید مراجعه میکنید، اونجا یه قسمت فرصت مطالعاتی داره، مدارک که مورد نیاز رو اونجا آپلود میکنید، یه کد رهگیری میگیرید و این کد رو باید بعدا ببرید به کارشناس تحصیل تکمیلی دانشگاهتون بدید. نهایتا هم ویزاتون رو که گرفتید، این وسط هم فرق، یعنی ویزایی که قرار بعد این بگم موازی با این داره جلو میره، ویزاتون رو که گرفتید تشریف برید همون سازمان دانشجویان وزارت علوم که نزدیک میدان فردوسیه، یعنی تو میدان فردوسی تهران که خیابان شهید قرنیه، یه خیابونی موازی با خیابان قرنی هست به نام خیابان موسوی که سمت در واقع میشه شرق خیابان قرنی، موازی قرنیه، از یکی از این کوچه های فرعیش برید میخورید به اون خیابون، تشریف میارید اونجا یه خانم اکبری یا خانم خدامی، خانم مرادی طبقه دوم، مراجعه میکنید، مدارکی که اینجا نوشتم رو ارائه میدید و بعد از حالا گذشتن از هفت خانه رستم، نهایتا یه حکم به شما میدن که تشریف میبرید، نامه معرفی به بانک میگیرید و میرید اون پوله رو دریافت میکنید، همون 65% هزینه، منتها همه اینا تقریبا دو سه روز مونده به اینکه برید اتفاق میفته. بعد اما فرایند ویزا رو بگیم، این فرایند در واقع داستانی که با ایران دارید، البته آهان در کنار اینها برای آقایونی که خدمت نظام وظیفه مشمول هستند و معافیت تحصیلی دارند، یه داستانی هم با نظام وظیفه دارید که باید برید از نظام وظیفه دانشگاه محل تحصیلتون یه مجوزی بگیرید برای خروج از کشور مدت طولانی، بعد توی اون سامانه ای وظیفه ای پلیس بعد درخواستتون رو ثبت بکنید، بعد تشریف ببرید وزارت علوم، همین سازمان امور دانشجویان، اونجا هم یه امضا بگیرید. دوستان صدا مشکل داره یا خوبه؟ آها، بعد برید یه دونم برای اون امضا بگیرید، بعد تشریف ببرید نظام وظیفه میدان سپاه، برای اونم دوباره یه مجوز بگیرید که بتونید به مدت زمان طولانی از کشور خارج شید با ذکر تاریخ دقیق خروج و ورود، نبایدم این ور اون ورشه این تاریخه، و حد اکثر هم برای 6 ماه این مجوز رو میدن، بعدا اگه بخواید بشه 9 ماه یه سالش کنید بعد تمدیدش کنید. این هم در مورد بحث خروج از کشور. بعد اما قضیه ویزا چیه؟ ببین قضیه ویزا هم همونطور که قبلش گفتم یکی از قسمت های تعیین کننده است که اصلا اون کشوری که دارید انتخاب میکنید خیلی مهمه که ببینیم کشور اصلا توی ایران کار کنسولیش انجام میشه یا نه، مثلا آمریکا و کانادا نمیشه، حالا جدای از فرآیند طولانی صدور ویزاشون، اصلا بخواید برید آمریکای کانادا باید برید یه کشور ثالثی مثل مثلا ارمنستان، ترکیه، امارات یا آذربایجان برید، تازه سفارت اونا، یعنی یه هزینه هم باید برای اون انجام بدید، چون داخل ایران اینا کنسولگری کار کنسولی انجام نمیشه براشون. بعد کار کنسولی تو کشورهای مختلف فرق میکنه، بعضی از کشورها کار کنسولیشون برای اخذ ویزا مستقیما تو سفارتخونه خود کشور انجام میشه، بعضی از کشورها کارگزار دارن، یعنی یه شرکتی هست که اصلا سفارت نیست، کسی بخواد بره ویزا بگیره برای اون کشور خاص اصلا لازم نیست بره سفارت، باید بره به اون شرکت مراجعه کنه، اون کار رو واسش انجام میده. خیلی از کشورهای اروپایی همچین حالتی دارن، یعنی باید شما برید کارگزاری، مثلا برای کشور دانمارک یه شرکتی هست به نام شرکت VFS،
شما تشریف میبرید شرکت بی اف اس توی مثلا میدان هروی، توی هروی سنتر، بعد اصلا اونجا درخواست ویزا میدید، ولی خب بعدا میدید از خود سفارتش دریافت میکنید ویزا رو. یا مثلا برای مثلا هلند هم فکر میکنم همین جوری بود، توی وی اف اس بود، خیلی از کشورها که از طریق وی اف اس کارشون انجام شد. برای ایتالیا هم میدونم یه شرکت دیگه هست و اصلا کارهای ویزا تو خود سفارت انجام نمیشه، یه جای دیگه باید برید. بعد کشور به کشور خیلی فرق میکنه، خیلی خیلی فرق میکنه این هزینه ای اصلا ویزا چقدره، این متفاوته. اینکه آیا مصاحبه داره سفارتش یا نداره این متفاوته، اینکه مثلا آیا وقت قبلی باید بگیرید یا نگیرید این متفاوته. ترجمه مدارک، خیلی از چیزها رو سفارت از شما میخواد ترجمه کنید. بعضی از کشورها از شما خواهند خواست به زبان خودشون ترجمه کنید مدارک رو. بعد خب اگر به زبانی غیر از زبان انگلیسی شما بخواید مدارکتون رو ترجمه کنید، قیمتش خیلی گرونتره. آها یه نکته هم در مورد ترجمه بگم دوستان، ترجمه هم اگر مدارکتون خواستین ترجمه کنید زودتر این کارا رو انجام بدید، چون خود ترجمه زمان بره. یعنی به این جایی که مدارک ترجمه میکنید بدید یه 2 3 هفته طول میکشه. این که این سوالات رو دوستان، فقط چون تونتون داری سوال پرسید من یادم میداد داشتم چی میگفتم، اگه اجازه بدید تو قسمت پرسش و پاسخ تک تک اینا رو بپرسید من جواب میدم. بعد بعضی از کشورها هستن علارغم این که زبان خودشون انگلیسی نیست ولی مدارک به زبان انگلیسی قبول میکنن. مثلا من برای دانمارک مدارکم انگلیسی ترجمه کردم، دانمارکی ترجمه نکردم، ولی بعضی از کشورها مثلا مثل آلمان به زبان خودشون باید باشه ترجمه. اینم جزو یکی از داستان ها هست. بعد شما باید یه فرمی رو معمولا برای ویزا تکمیل بکنید، باز اینم کشور به کشور فرق میکنه، بعد مراحلش فرق میکنه. مثلا برای دانمارک اینجوریه که شما 3 ماه مونده به اون تاریخ شروع در واقع اون دوره فرصت مطالعاتی، تو خود دانشگاه براتون از سازمان امور مهاجرتی کشور دانمارک اقدام میکنه برای ویزا، لینکش رو پر میکنه، یه سری اطلاعات اولیه پر میکنه، یه ایمیل میزنه، توش یه لینکی هست میگه برو بقیهش رو خودت پر کن، بعد اونو که پر کردی پرینت میگیری میبرید مثلا اون شرکت وی اف اس برای ویزا. هر کشوری واسه خودش فرق میکنه، چون خیلی متفاوته، من نمیتونم در واقع تک تکش اینجا توضیح بدم و خیلیش مثلا من نمیدونم چه جوریه. بعد معمولا یه مدرکی از شما میخوان در مورد اسکان در بدو ورود، که مثلا میخوان بدونن که شما اونجا رفتید وارد اون کشور که شدید تو خیابون نمیمونید، یا باید از قبل در فکر گرفتن خوابگاه باشید یا گرفتن خونه باشید، یا اینکه یه هتلی رو رزرو کنید بعدا اونجا برید خونه بگیرید، یا اینکه میتونید از وبسایت های مثل ایر بی ام بی و اینا خونه رزرو کنید. اینا هم مهمه، جزء معضلاتش واقعا خونه پیدا کردن، محل اسکان پیدا کردن. بعد مدارک تمکن مالی نیازه که اگر با فاند وزارت علوم میرید همون نامه وزارت علوم رو میتونید ببرید اونجا نشون بدید. بعد اگر با سلف فاند میرید باید یه نامه تمکن مالی از بانک بگیرید، که اینم باز کشور به کشور فرق میکنه. بعضی از کشورها گردش 3 ماهه 6 ماهه میخوان، بعضی از کشورها مانده 24 ساعته میخوان، باز فرق میکنه. این مثلا کشور دانمارک که من بازم ویزا بگیرم که ساده ترین هاش بود، یعنی فقط یه مانده 24 ساعته میخواست و اون نرخی هم که اعلام میکرد باید تو حسابتون موجود باشه با ارز دولتی حساب میکرد. مثلا الان کرون دانمارک 4000 تومنه، اون موقع که من خواستم هم 2500 2300 بود، ولی به قیمت بانکی 600 تا تک تومنی بود. مثلا گفته با انقدر پول باید تو حسابت باشه، منتها با حساب 600 تا تک تومنی، یعنی خیلی کمتر، و 24 ساعت بذار و یه نامه بگیر و اصلا برو پولو بردار، کاری ندارم با این کارو. ولی بعضی کشورها هستن خیلی سختگیرن، میگن گردش مالی حساب 6 ماه تو باید بیاری که ما ببینیم که پول هست تو حساب تو. اسناد و مدارک هویتی طبیعتا میخوان، شناسنامه و پاسپورت و اینا باید باشه، شناسنامه باید ترجمه بشه، خیلی چیزای ریز داره. مثلا پاسپورت همه صفحاتش باید اسکن بشه، ممکن از شما پاسپورت های قبلیتون رو بخوان که ببینن بشه کشورهای سفر داشتید و از اینجور داستانا. بعد بعضی کشورها از شما مدارک و دلایل مستند و موثق میخوان برای بازگشت به کشور، خصوصا اونایی که مصاحبه میکنن باهاتون، میگن که چه دلیلی داری که حتما میخوای برگردی. مثلا میتونی بگی که من اینجا دانشجو دکترام، اگه برنگردم تحصیلاتم رو هوا، نمیدونم من اینجا خونه گیر گذاشتم، سند گیر گذاشتم، از اینجور داستان. و یکم پرداخت هزینه ویزاست که اینم باز معمولا حالا به یورو یا دلار هست، از این نسبتا بالاییه که اونم باز کشور به کشور فرق میکنه. بعد و اما نکات نهایی، اگر از وزارت علوم پول گرفته باشید بعد از اینکه از فرصت برگشتید باید برید تسویه بکنید. اگر کمتر از 6 ماه موندید باید اون مازاد پول رو برگردونید
6 ماه موندید یا بیشتر هم که موندید، بیشتر هم مونده باشید، باید بقیه پولش رو خودتون بدید. بعد باید بیاد یه گزارشی ارائه بدید از اونجای در واقع دانشگاهتون تایید بکنه، اونو باید به وزارت علوم بدید که من واقعا اینجا بودم. بعد نهایتا بعد این گزارش رو تحویل دادید، دیگه براشون مسجل شد که شما رفتید و فرصت و واقعا اونجا بودید و همه چی اوکی بوده، میتونید برید اون وثیقه هایی که گذاشتید رو آزاد بکنید. این هم در مورد نکات نهایی. خیلی متشکرم از توجه شما، اما بریم سراغ پرسش و پاسخ. خب من اولین سوالاتی که دوستان پرسیدن و فرصت نشد جواب، اول اینا رو جواب بدم، بعدش دیگه هر سوال دوباره دارید بپرسید. پرسیدن که آیا شرکت گذاشتن که پول بگیرن برای این کارا؟ منظورتون کارهای ویزا هستش آقا یا خانم رجبزاده؟ بله، ببینید یه سری شرکت هایی هستن که اینها کارگزار سفارت هن. برای اینکه مثلا مردم، برای اینکه کار کنسولی راحت تر انجام بشه، مثلا شما هیچ مجبور نشید به صف ببندید جلو سفارت کشورهای مختلف، اون شرکت به عنوان کارگزار سفارت میاد کارا رو اون انجام میده. مثلا بایومتری لازم هست بکنید، مثلا انگشت نگاری میشید، تصویر نرم چشم رو میگیرن، مدارکتون رو بررسی میکنن، به جای اینکه برید سفارت اون کشور میدید، اون شرکت اون کارا رو انجام میده. چطور مثلا شما میخواید برید یه کار دولتی انجام میدید، دفتر پیشخانه دولت، یه چیزی توی اون مایه هاست و تسهیل میکنن، نه پول اضافی دریافت نمیکنن. همون پولی که قرار بود سفارت بگیره رو، اون پول رو اون شرکت از شما میگیره و اتفاقا خیلی بهتره، خیلی تر و تمیزتره، شیک و پیکتره، خیلی منظمه و خب خیلی خوبه. البته بگم این مثلا شرکت بی اف اسی که من رفتم یه سری از کشورهای اروپایی رو این پوشش میده، بعضی از کشورها مثلا آلمان فکر کنم باید سفارتشون مثلا فرق میکنه، هر کشوری واسه خودش متفاوته بعد و واقعا تسهیل کننده است. دیگه پرسیدن که آیا سرباز سپاه بودن تو گرفتن ویزا تاثیر داره؟ نه به نظر من هیچ تأثیری نداره، فقط برای کشور آمریکا شاید مهم باشه و اصلا برای کشورها با این چیزا کاری ندارم کلا. بعد پرسیدن که مگه خوابگاه نمیدن؟ میدن. ببینید اینکه خوابگاه به ویزیتینگ پی اچ دی داده بشه یا نشه به دانشگاه بستگی داره. خیلی از دانشگاه هستن تو دنیا که اصلا توی بحث خوابگاه برای دانشجویان خودشون موندن، یعنی اینقدر درخواست برای خوابگاه زیاده که اصلا به دانشجویان خودشون هم خوابگاه نمیرسه، کلی میمونن تو نوبت و مجبورن خودشون برن محل اقامت بیرون پیدا کنن، خونه اجاره کنن، جای اجاره کنن. ولی بعضی از دانشگاه ها دارن، مثلا این دانشگاهی که من رفته بودم خودش اصلا یه سری خوابگاه هایی داشت مخصوص ویزیتینگ ها، بعد خوابگاه متأهلی داشت، خوابگاه مجردی داشت، هزینه هاش قشنگ نوشته بود، آدرسش رو نوشته بود کجا، شما میرید اپلای میکنید، اگر جا داشته باشن بهتون آفر میدن، میگن که مثلا فلان خوابگاه هست، اگر میخواید مثلا هزینه اجاره ماه اول آخرش رو پرداخت بکنید، ما براتون کانترکت رو میفرستیم. اگر بتونید از طریق دانشگاه اون محل اقامت حالا خوابگاه رو جور بکنید خیلی خیلی بهتره، چون اگر بخواید خودتون اقدام بکنید برای حالا خونه و اینا اجاره کردن، یه ذره بحث مثلا کلاهبرداری و اینا وجود داره، باید حتما یه عده آدم اونجا پیدا بکنید، از ایرانیایی که اونجا هستن بپرسید. کلا ببینید شما توی فرآیند فرصت حالا از هر کشوری که اوکی گرفتید، نه همشون اما اصلا گروه های تلگرامی هست، میتونید بهتون اونها عضو بشید، هر کشوری واسه خودش گروه داره. خیلی از سوالاتی که مثلا ممکنه براتون سوال باشه که ندونید دقیقا چه جوریه، توی اون گروه ها برید بخونید، قشنگ ببینید همه چی واضح، همه توضیح دادن، این دستشون درد نکنه. کسایی که الان اونجا هستن یا قبلا رفتن همه جزئیات رو بهتون میگن که دقیقا باید چی کار بکنید. مثلا من با اینکه الان دورم تموم شده و برگشتم، مثلا تو گروه دانمارک من هستم، مثلا میام میپرسن چیزایی که بلد باشم و حتما سعی میکنم جواب بدم، که برای کسایی که چون آدم تا نرفته نمیدونه چه جوریه، خیلی استرس داره، ولی بعد مثلا بگید که آقا دقیقا چی کار بکنی، کارت راه میفته، در واقع سوالا رو جواب میدن. و اینکه مثلا بخواید حالا دانشگاه جور نشد، بخواید بیرون خونه اجاره بکنید، چه جوری باید بیان این کارو بکنید، اصولش چه جوریه، اگر قراردادی قرار هست تنظیم بشه چیکار کنید که سرتون کلاه نره، شاید اصلا بهتر باشه برای چند روز اولی هتلی چیزی، یا برید پیش یکی، بعدش برید اونجا مثلا دنبال خونه خودتون ببینید که چه جوریه. ولی خب معمولا توی اون شهرهایی که دانشگاه معروفی توشون هست، فقط شما نیستید که دارید اونجا میرید دنبال خونه بگردید، دانشجوی بین المللی اونا خیلی زیاد دارن
و خیلی راه حل های تسهیل کننده وجود داره برای پیدا کردن خونه و محل اقامت، و خیلی هم مهمه، یعنی تعیین کننده ترین بخش هزینه های شما برای اقامت اون کشور هزینه اجاره خونه است. بقیهش خب خیلی کمتره هزینه هاش نسبت به اجاره خونه، ولی خب اون اجاره خونه واقعا اجتناب ناپذیر. بعد آقای کریم پرسیدن دانشجوی دکترای دانشگاه امام حسین بودن مشکلی نداره برای ویزا گرفتن؟ ببینید، این رو شاید خود اون استادی که دارید باش مکاتبه میکنید، خود اون شاید احساس مقدار چیز بکنه، چون خب دانشگاه امام حسین متعلق به سپاه هست و حالا بستگی داره. اینو من نمیتونم بگم که آیا مشکلی ایجاد میکنه یا نمیکنه، شاید مشکل ایجاد کنه، شاید نکنه. سربازی رو مطمئنم که هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه به غیر از آمریکا، ولی دانشگاه امام حسین رو واقعا شوخان نمیدونم جواب این سوال رو. بعد آقای خانم قلیچخانی پرسیدن که در مرحله جذبیت علمی که فرصت مطالعه رفته و فرصت مطالعه رفته چرا ما سعی کردیم که دوستا فرصت کنند دانشگاه خارج از کشور ممنوع میشن میزان دست والا. واقعیتش من خودم چون هنوز دوره دکترام کامل تموم نشده، خودم تجربه نداشتم، ولی از حالا نمیدونم اول وبینار تشریف داشتید یا خیر، عرض کردم من یکی از دوستانم که الان دانشگاه شریف هم خونده، دوره دکترش تموم کرده، رفته برای مصاحبه جذبیت علمی، مثلا خود دانشگاه شریف بهش گفته که اگه میخوای ما شما رو به عنوان هیئت علمی بگیریم، یا باید پستاک رفته باشی، یا اگر با مدرک دکترایی باید فرصت خارج رفته باشی. یا یکی از دوستان دیگه میگفتش که البته ایشون الان دکتراشون هم خارج از کشور خوندن، پستاکشون هم دارن میخونن خارج از کشور، تو ایتالیا هستن. ایشون میگفتن که معمولا اولویت جذب، حالا در شرایط یکسان، حالا یکی آشنای خیلی قوی داره اونو من نمیگم، در حالت یکسان که فرض کنیم هیچکی آشنای خیلی قوی نداشته باشه، معمولا اولویت خب با پستاکه، قطعا کسی که پستاک داره خب دانش بالاتری میتونه داشته باشه توی اون زمینه، بعد دکتراه، بعد حالا بین همون پستاک و دکترا هم طبیعتا فارغ التحصیل دانشگاه مطرح خارج از کشور میتونه تو اولویت قرار داشته باشه، بین دکتراهای داخل خب کسی که فرصت رفته تو اولویت میتونه قرار داشته باشه. به خیلی فاکتورها بستگی داره، فقط فرصت نیستش که، مثلا یا فقط پستاک نیستش که، طرف پابلیکیشنش مهمه، سابقه تدریسش مهمه، دانشگاه هایی که مقاطع قبلیشو گذرونده مهمه، معدلشون، خیلی فاکتور هست، اینا همشون امتیاز دارن، ولی خب فرصت میتونه جزو پارامترهای خیلی موثر باشه. بعد پرسیدم میگن چه اینا مصادره ایرانی با دانشجوهای آزاد اوکی نیستن، جواب نمیدن. ببینید، در مورد حالا این بحث دانشگاه آزاد یا دانشگاه دولتی، ما تو کارگاه سیویمون خیلی اینو میپرسن که آقا مثلا ما دانشگاه آزاد خوندیم، یا یکی میگه پیام نور خوندیم، یکی میگه انتفاعی خوندیم، این مثلا چه تأثیری داره توی سیویمون و اینا. ببینید، استادای خارجی که دانشجوی ایرانی نداشته باشن، یا حالا مثلا خیلی به این چیزها دقت نکنن، معمولا اصلا دانشگاه ها رو نمیشناسن. شما خیالتون راحت باشه که مثلا فلان دانشگاه دانشگاه آزاده، این دانشگاه دانشگاه سراسری، خیلی براشون واقعا مهم نیست این قضیه. ولی خب استادای ایرانی که خب یه دوره از تحصیلاتشون تو ایران بودن، قطعا خب دانشگاه ها رو میشناسن و خب یه ذهنیتی دارن نسبت بهش. ولی اینطوری هم نیست نگاه کنن طرف دانشگاه آزاده پس خداحافظ، نه، میان سیویشو قطعا چک میکنن، بررسی میکنن، ببینن طرف چه جوریه. من خب خیلی از افراد رو میشناسم دانشگاه آزاد، اون اصلا اپلای کردن، فرصت که سهله، اپلای کردن، رفتن الان خارج از کشورن، و حالا آدم میتونه سیویشو با چیزهای مختلف تقویت کنه، معدلش رو بره بالاتر، پابلیکیشنش رو بره بالاتر. و دانشگاه آزاد هم وقتی یکی در مقطع دکترا داره میخونه اوکیه، یعنی خود دانشگاه آزاد هم مثلا واحدهای مثل علوم تحقیقات تهران مرکز اینا دکترا قبول شدنش واقعا رتبه خوبی میخواد و میتونه اوکی باشه. حالا من استاد ایرانی رو از این جهت گفتم که حالا من مثلا خودم قبل از این فرایند شنیده بودم که مثلا میگفتم به استادای ایرانی اصلا ایمیل نزن، اینا خودشون رو میگیرن، اصلا جواب نمیدن و اینا، مثلا واسه من دقیقا برعکسش اتفاق افتاد. بعد من الان استادی که رفتم واسه فرصت اصلا ایرانی بود، بعد الان هم که اصلا استاد مشاورمه، هنوز هم که هنوز ما با هم در ارتباط هستیم، بعد من رفتم اونجا دیدم که چقدر استاد ایرانی هست اونجا و همشون هم با من اوکی بودن، هیچ مشکلی نداشتن و همه چی عالی بود. ولی خب شنیدم مواردی هم که برعکس بوده، یعنی مثلا استاد ایرانی خیلی اوکی نبودن با ایرانی.
آقای تاج الدینی پست رنکینگ دپارتمان ها که گفتیم با رنکینگ کلی دانشگاه متفاوته، تو همین سایت QS یا US نیوز یا تایمز و اینا هست که مثلا به شکل کاتگوریکال شما میتونید بیاین رنکینگ ها رو نگاه کنید، مثلا بزنید توی رشته مثلا فلان رنکینگ رو براتون بیاره. بعضی از این وبسایت ها یا رنکینگ شانگهای و اینا هم چیزا رو داره فکر میکنم. منتها این رنکینگ ها رو حالا QS به نظر من اصلا معتبرتره، یه متوسط گیری هم بکنید دیگه. مثلا این US نیوز و تایمز رو نگاه کنید کلا دانشگاه آمریکا رو می نویسن میشه، شانگهای رو نگاه کنید فقط دانشگاه های چین رو می نویسه که خیلی خوبن. یه ذره رنکینگ هاشون چیزه دیگه، کلا اعمال نظر توشون زیاده. بعد آقای رستم مارک پرسه امکان کار کردن هم هست برای تامین از. ببینید بستگی به اون نوع ویزایی داره که شما میگیرید. برای کشورهای اروپایی معمولا اینجوریه که ویزایی که شما میدن تایپ دی بهتون میدن، ویزای بلند مدت با مجوز کار، و به شما اجازه میدن که 20 ساعت در هفته کار بکنید اونجا. ولی حالا باید کار پیدا بکنید، کو کار، خصوصا تو کشورهایی که انگلیسی زبان نیستن و شما زبان اصلی اون کشور رو بلد نیستید، هر چقدر هم حالا اون زبانشون خوب باشه یه ذره کار پیدا کردن دشواره واقعا. اگر مثلا بشه کار مثلا کمپس پیدا بکنید، کار توی هم محیط دانشگاه پیدا بکنید، بتونید TA و اینا بشید، میشه حالا یه جورایی هزینه رو تأمین کرد، ولی خیلی نباید از قبل روش حساب باز بکنید. دیدگاه جوامع کشورهای اروپایی نسبت به ایرانی چطوره؟ اذیت میشه آدم فکر کنه به باشون سفارت ایران کمکی نمیکنه به مثلا. ببینید اینم باز به کشور بستگی داره که چه کشوری شما تشریف میبرید، و حالا بعضی از کشورها حالت اون نژاد پرستیشون شاید زیاد باشه، بعضی کشورها نژاد پرستیشون کم باشه. من به شخصه حالا در مورد کشورهای اسکاندیناوی قبل اینکه برم شنیده بودم که خیلی مثلا رو خودشون تعصب اینا دارن و مثلا خیلی با مهاجرا خوب نیستن. ما که اونجا بودیم چیزی که من دیدم این بود که نسلهای قدیمی ترشون، افرادی که یه ذره مسنتر هستن، شاید یه ذره دیده منفی داشته باشن، خصوصا به مسلمان ها. یعنی هر کسی که قیافش مشخص خاورمیانه ایه، از رنگ مو و چهره مشخص خاورمیانه، خیلی شاید دیده خوبی نداشته باشه، حتی کاری ندارم به کار آدم، ولی جوان هاشون نه اصلا اینطوری نیستن. ما مثلا اونجایی که بودیم، من هم توی اون گروه اون استاد کار میکردم، دانشجویان بودن، دانمارکی بودن، چینی بودن، من اونا کار میکردم، هم من به اونا کمک کردم، هم اونا به من. حتی من بعد از اینکه برگشتم به ایران باشون در ارتباطم، تو کار تزشون هم اونا به من کمک میکردن، هم من به اونا. یا مثلا توی اون مجتمعی که ما بودیم، یه مجتمع دانشجویی بود، همسایه داشتیم، همسایه دانمارکی، خیلی با ما خوب بودن، خیلی کمکمون کردن. بعد و راحت میتونید کنار بیاید، خصوصا کشورهایی که کشور جنوب اروپا از نظر فرهنگ و اینا خیلی به ما نزدیکترن، فرهنگ گرمتری دارن، کشورهای شمال اروپا خیلی فرهنگ سردتری دارن، و خب یه ذره قاطی شدن تو جمعشون کار سختیه، ولی خب خیلی خوش برخورد و آدمای نایسی بودن کلا، یعنی مشکلی نداشتیم. سفارت ایران هم نه هیچ کمکی به ما نمیکنه، تا شما دچار مشکل خیلی اساسی نشده باشید اصلا شما سفارت کاری ندارید کلا، نه سفارت امید نداشته باشید. بعد تک تک امیدوارم پاسخ داده باشم آقای خانم رجب زاده. اگر اعضای خانواده پاسپورت کشور مقصد رو داشته باشن، روال ویزا گرفتن آسان‌تر نیست؟ اعضای خانواده پاسپورت کشور مقصد رو داشته باشن، والا اینو نمیدونم، ولی اگر شما سابقه سفر به اون کشور رو قبلا داشته باشید و ویزاش رو قبلا گرفته باشید، چرا آسان‌تر میشه؟ یعنی اگر شما قبلا سابقه ویزا گرفتن، مثلا ویزای شنگن گرفته باشید یا ویزای طولانی مدت اینا تو اروپا داشته باشید یا ویزای آمریکا کانادا قبلا داشته باشید، دفعه بعدی بهتون ببخشید آسون تر ویزا میدن. چرا؟ برای بالا بردن شانس گرفتن فاند از دانشگاه مقصد، داشتن مقاله مرتبط با پروپوزال موثر هست؟ بله موثر هست، یعنی اگر اون استادی که باش مخاطب میکنه ببینه که شما این سه چیزا رو بلدید، ممکنه توی پروژه هایی که داره انجام میده و واسه اون پروژه ها فاند داره، شما رو اینوالو بکنه و بابتش حتی پول هم بهتون بده. بعد دیگه مکاتبه با دانشگاه خارجی قبل از تصویب پروژه برای تعیین مسیر کار درس گروه استاد متحد خارجی اگر نخواند از دانشگاه مقصد چه؟ ببینید اگر شما مثلا با یکی مکاتبه بکنید، بگید که آمدم الان پروپوزال می نویسم، مثلا میخوام حتما بیام بعدا با شما کار بکنم و اینا، خوبه میشه، آره همچین چیزی هم میشه، ولی خب تا قبل از اینکه پروپوزالتون تصویب شه نمیتونید برید اونجا، و اینو باید با استاد راهنمای داخلتون هم حتما هماهنگ بکنید که میخواید همچی کاری بکنید، که
ایشون هم در جریان باشن و از اون ورم اون استادی که توی دانشگاه مقصده مطمئن باشه که میتونه برای شما این امکان رو فراهم کنه که شما برید اونجا، والا همه چی رو حساب اونجا برنامه‌ریزی میکنید بعد نمیتونید برید، بد میشه. در مورد فاند گرفتن، حالا اون چیزی که من اونجا تجربه شده داشتم بعد از قبل هماهنگی بشه، یعنی چون شما این مدت کوتاهی اونجا حضور دارید، اینکه مثلا برید اونجا بعد مثلا بگید که به من فاند بده، مثلا من حالا چون متأهل هستم در واقع، با همسرم با هم رفتیم، ایشون هم در واقع مثل من اونجا رفتن دوره گست ریسرچر بودن، مثلا اون حالا من اول من اقدام کردم، واقع اپلیکنت اصلی من بودم، بعدا همسرم اونجا رفتم مکاتبه کردم، مثلا سوپروایزرشون میگفتش که اگه به من زودتر میگفتید من مثلا میتونستم یه فاندی هم جور بکنم برای این چیزا. بستگی داره، ببین به خیلی چیزا ربط داره، بستگی داره که اینا پروژه‌ای دستشون داشته باشن، فاندی دستشون باشه نباشه. بعضی وقتا مثلا میبینی پول زیاده دستشون، ممکنه مثلا شما رو اینوالو بکنن توی پروژه‌ای، به فاندی هم بهتون بدن، ولی بعضی وقتا نه، ممکنه اصلا پول نداشته باشن، نشه، به خیلی چیزا بستگی داره دیگه. مثلا ممکن دانش استاد ممکن دانشجو زیاد داشته باشه، بعد پول اونا رو بده اول، یعنی اولویت به اوناست، دانشجوی خودش بعد شما، به خیلی چیزا بستگی داره. بعد پرسیدم اون 65 درصدی که وزارت میده میشه کل هزینه ها رو پوشش داد؟ اگر خیلی با قناعت زندگی بکنید، ببینید به کشورش خیلی بستگی داره. خب حالا درسته خود وزارت بسته به اون شهر و کشور پول رو میده، خب ولی خیلی حساب کتابش دقیق نیست. یعنی مثلا بعضی وقتا مثلا پولی که میده خیلی کفاف زندگی در اون شهر رو نمیده، بعضی وقتا اضافه هم ممکنه بیاد، به خیلی چیزا بستگی داره. شما باید اونجا یاد بگیرید که چه جوری باید پول خرج کنید، مثلا هر چیزی از هر جایی نخرید، هر زمانی نخرید، و مهمترین فاکتور تعیین کننده از اینا هم تو که عرض کردم محل اقامته. اگر بتونید یه خوابگاهی جور بکنید، یا مثلا ببینید مثلا طرف اونجا خونه هست حالت سویته، بعد مثلا چند تا اتاق داره، هر اتاقش یه نفر زندگی میکنه، ولی خب سویت و اینا همه چی مشترکه، بعد شاید یکی مثلا با این شرایط زندگی کردن مثلا راحت نباشه، ولی خب خیلی از اون تر در میاد تا اینکه شما بدید فلات مستقل اجاره بکنید، بعد از طریق دانشگاه اجاره بکنید خیلی ارزون تر در میاد تا اینکه مثلا برید در واقع خودتون از بیرون اجاره بکنید. اینا خیلی مهمه. بعد اینکه خونه کجای شهر باشه خیلی مهمه، اینکه در چه شهری باشه خیلی مهمه. هر کشوری خب شهرهای گرون داره، ارزون داره. الان مثلا مگه قیمت مسکن تو تهران با یک شهرستان دور افتاده مگه یکیه؟ خیلی فرق میکنه دیگه. یا کشور به کشور فرق میکنه، تو خود شهر محله به محله فرق میکنه، نوع خونه فرق میکنه، خیلی چیزا موثره. بعد مدرک زبان آزمون بسندگی اوتوین تتن امسارتیونوس آزمون بسندگی خواهد از من، نمیدونم این که میفرمایید چیه. معمولا حالا وزارت علوم MSRT و تافل و آیلس و تولیمو رو میپذیره، حالا جدیدن عوض شده باشه من نمیدونم اینو دقیقا. تولیمو هم چرا میپذیره؟ من تولیمو رو چون نمرش رو نمیدونستم تو اسلاید ها نذاشتم، ولی تولیمو رو قبول میکنه. کلا هر چیزی که برای آزمون جامعه قبول میکنن برای اینم قبول میکنن. بعد آیا امکان گرفتن استاد دانشگاه مقصد به عنوان استاد مشاور تست هست و آیا تاثیر در روند فرصت و پذیرش بعدی برای پستاک و پذیرش بعدی داره؟ خب آیا تاج الدین، این کاری که شما میفرمایید من دقیقا خودم همین کار کردم. من الان استاد اونجا استاد مشاور تزم هست. در روند فرصت که خب ببین اول باید استاد بدون شما دارین چی کار میکنید، بعد ببینید قبول میکنه استاد مشاورتون بشه یا نه، و از این ور استاد راهنماتون تو ایران اوکی میده، بعد یعنی عملا اینکه اون استاد تز بشه استاد مشاورتون، اگر از قبل نمیشناسینش عملا توی بعد فرصت این اتفاق میفته، ولی اینکه از قبل اون شخص استاد مشاورتون باشه و بعد فرصت برید پیشش، خب آره اونم میشه. و اینکه آیا برای پستاک هم موثره؟ آره میتونه موثر باشه، من امیدوارم موثر باشه، من خودم روی این قضیه خیلی حساب باز کردم، آره میتونه موثر باشه. حداقلش اینه که یه ریکامی میتونید بگیرید، اگه حالا پیش خودش هم نرید یه ریکام بالاخره میده براتون. بعد دیگه در هنگام تسویه پروپوزال باید اساتید راهنما و مشاور نهایی و ثبت شده باشن یا بعد هم امکان تغییر هست؟ مشاور که شما هر موقع میتونید اضافه کنید، اصلا من موقعی که پروپوزال تسویه میکردم مشاور نداشتم، الان دارم. استاد راهنمای دوم رو نمیدونم آیا میشه اضافه کرد یا نه، اینو بعد از آموزش دانشگاه سوال بکنید، ولی مشاور موردی نداره.
بعد چه زمانی میشه برای فرصت مطالعاتی اقدام کرد؟ آقای قلیچخانی، زمانی میشه برای فرصت اقدام کرد که شما آزمون جامعه و پروپوزالتون آزمون جامعه داده باشید، پروپوزالتون تصویب شده باشه و قبل از پایان ترم 6. سن نه، به سن هیچ ربطی نداره. بعد مدت زمان فرصت مطالعاتی گفتن 6 ماهه. ببینید، فرصت مطالعاتی میتونه از یکی دو ماه باشه تا یک سال طبق قوانین داخل ایران. ولی اگر شما مشکل سربازی نداشته باشید، یا برای خانم ها که اصلا مشکل خروج از کشور ندارن، اگر استاد راهنمای شما اوکی باشه، اصلا شما 3 سال برو بمون اونجا، هیچ اتفاقی نمیفته. ما داریم، یعنی از این موارد که طرف الان 3 سال کلا سوئده و بیشتر از مدت ایرانش اصلا خارج بوده، یعنی بیشتر اینجا میاد فرصت مطالعاتی تا اینکه اونجا بره. بعد امکان همراهی همسر به چه صورت هست؟ ببینید، تقریبا تمامی کشورها ویزای همراه میدن. بعد البته، آها، اینم یه نکته خوب شد یادم انداختید. مثلا من اون موقعی که میخواستم اقدام کنم، شنیده بودم که کشور بلژیک ویزا رو همزمان صادر نمیکنه. نمیدونم، باید طرف اپلیکنت اصلی بره، بعد یه خونه اجاره کنه اونجا، نمیدونم شهرداری یا پلیس بیاد بازدید کنه، ببینه اون محلی که اجاره شده مناسب هست برای زندگی دو نفر یا نه، بعد نمیدونم همسر بده درخواست بده و فلان جوین بشه، و این خیلی طول میکشه فرآیندش. یه همچین چیزی من شنیدم در مورد مثلا کشور بلژیک که همچین حالتی داره. یا در مورد کشور انگلیس، یکی از دوستان ما رفته بود، برای خانمشون ویزان صادر نکرد انگلیس، یعنی مشکل اینجوری داشت. ولی غالب کشورها هیچ مشکلی ندارم. من خودم با همسرم رفته بودم و ویزای من که شاید 5 روزه حاضر شد، ویزای همسرم هم 2.5 ماه طول کشید و اونم اومد و ما با هم رفتیم و مشکل خاصی هم نداشت. آیا متأهل بودن در اپلای و فرصت مطالعاتی امتیاز؟ برای کجا امتیاز؟ نه، هیچ تأثیری نداره، اصلا کاری ندارن که شما متأهلی مجددی. فقط موقعی که دارن ویزا میگیرید ازتون میپرسن همراهی، بچه ای، چیزی دارید که ما واسه اونم ویزا بدیم. امتیاز خاصی نداره. بعد خواهش میکنم، بعد از فارغ التحصیل نمیشه اپلای کرد برای فرصت مطالعاتی؟ نه، بعد از اینکه شما دوره دکتراتون رو فارغ التحصیل شدید یا دوره مسترتون رو فارغ التحصیل شدید، میتونید برای مثلا پوزیشن های ریسرچر یا پوزیشن پست داک اپلای بکنید. بعد دکترا پست داک، بعد مستر و دکترا، بعد جفتشون برای پوزیشن های ریسرچر میتونید اپلای کنید. دیگه اسمش فرصت مطالعاتی نمیشه، دیگه میشه ریسرچر، ولی در واقع مشابه. اگر هیچ مقاله ای نداشته باشیم، آیا شانس خیلی کم میشه یا زیاد؟ ببینید، مثلا من خودم موقعی که میخواستم برم برای فرصت مقاله جورنال، مقاله در واقع ISI، اینا هیچی نداشتم. بعد مقاله کنفرانسی زیاد داشتم ولی ISI نداشتم. بعد رفتیم اونجا، 6 ماه من رفته بودم، ماه پنجم ماه مقاله سابمیت کردیم، مقاله Q1 سابمیت کردیم و اکسپتم شد. بستگی داره دیگه، ببینید، نگاه میکنن به کل در واقع CV و اینا. برای اپلای فول فان برای دکتر و وبینار خاصی خواهید داشت؟ آقای خانم نوری پرسیدن. ما کارگاه 2 بار تالا برگزار، 3 بار تالا کارگاه برگزار کردیم برای این قضیه، که بنده به همراه یکی دیگه از دوستان که دانشجوی دانشگاه سالفورد منچستر هستن، در واقع این کارگاه هستن، برگزار کردیم برای این قضیه. 3 بار تالا برگزار کردیم، احتمالا بازم برگزار بکنیم. اگر کانال ولانو تک رو دنبال بکنید، اطلاعش رو میذارم. حالا من با دکتر خواصی مطرح میکنم این قضیه رو، باید با اون دوستمون هم مطرح کنیم، ببینیم ایشون فرصتش رو دارن یا نه، ایشون خارج از کشور هستن. بعد برای اون کارگاه برگزار میکنم، چون یه ذره بحث اپلای کلا مفصل تر از فرصت. پشتیبانی خاصی دارید؟ پشتیبانی اگر منظورتون شبیه این مؤسسه های مثلا مهاجرتی و اینا باشه که مثلا SOP می نویسن و نمیدونم از این کارا میکنن، خیر، به اون فرمت نیست. ولی خب مثلا دوستانی که کارگاه رو شرکت میکنن، مثلا من قسمت CVش رو مثلا میگم، در مورد نوشتن CV و اینا مثلا 2-3 ساعتی صحبت میکنیم. بعد مثلا من به بچه‌ها میگم CVاتون رو مثلا بنویسید، اگر سوالی داشتید بفرستید، من نگاه کنم هر جاش اینا رو میگید مثلا اصلاح بکنم. یه همچین حالتیه، پشتیبانیش در این حده. ولی مثلا این مؤسساتی که مثلا میگن ما کمکتون میکنیم، مثلا مصاحبه شبیه سازی میکنیم و اینا، نه، به این شکل نیست. چون حالا ما تو ولانوتک در واقع حالا رسالتمونی خود فرق میکنه، این کار نیستش. خواهش میکنم دوستان، من بازم خدمتتون هستم. فایل کارگاه های قبلیمون
والا اینو با آقای دکتر خواصی بی زحمت یه پیام بدید که حالا معمولا فایلاش هست. حالا البته اگر قرار باشه کارگاه برگزار کنیم، خب خود کارگاه شرکت کنید فکر کنم بهتر باشه، چون بالاخره فایل کارگاه هم همون هزینه کارگاه در واقع بر معادل با اون هست، منتها با این تفاوت که اون آفلاینه دیگه، مثلا سوال و اینا دیگه نمیتونید پرسه باشین فیلمش رو نگاه کنید، ولی خب خود کارگاه شرکت بکنید همونطور که الان مثلا ما وبینار رایگانمون هست، هر سوالی که داشته باشید میتونیم جواب بدیم. ویدیوهای ضبط شده توی پیج ولانوتک میتونید لینکش رو پیدا کنید، ما هم کانال آپارات داریم توی وبسایت آپارات، هم کانال یوتیوب داریم، هم توی یوتیوب میتونید نگاه کنید هم تو آپارات میتونید نگاه کنید. بعد آدرس تلگرام که فرمودید ارسال میکنید آن، یعنی اینکه لینک ویدیوی این جلسه رو قرار میدیم اونو میفرمایید آقا یا خانم ناصری فکر میکنم، منظورتون اینکه گروه تلگرام فرصت مطالعاتی یا گروه تلگرام ولانوتک؟ اگه منظورتون گروه تلگرام ولانوتک، همون ات ولانوتک رو سرچ بکنید میاره، اصلا همونی که الان لینک همین وبینار رو پیدا کردید. وبینار گروه فرصت مطالعاتی که میفرمایید اون گروه لینک نداره، یعنی قابلیت ارسال لینکش رو برداشتن، منتها چند تا ادمین داره که حالا اسم یکیش آقای هادی بیاتیه، توی چیز هم هست، تصاویر این اسلاید ها هم هست، تو فیلم کارگاه هم ضبط شده. به ایشون اگر توی تلگرام پیام بدید بگید که منو اضافه کنید به این گروه فرصت تحقیقاتی، اضافتون میکنن، یعنی فقط ادمین ها میتونن افراد رو اضافه کنن، لینک نداره گروه، میتونید از اون طریق توی اون گروه هم جوین شید و فایل های خیلی مفیدی اونجا هست، یعنی یه روز وقت بذارید فایل های اون گروه رو نگاه بکنید، خیلی از این اطلاعاتی که من عرض کردم خیلی کامل ترش هم اونجا هستش با جزئیات بیشتر. خواهش میکنم، شما هم خسته نباشید، خیلی ممنون، امیدوارم که مفید واقع شده باشه. من حالا فیلم ضبط شده رو هم انشالله آپلود میکنم در اسرع وقت قرار میگه، احتمالا یکی دو روز طول بکشه این آپلودش، سر زمان بره، بعدش دوباره میتونید برید هر جور که سوال داشتید رو مجدد نگاه بکنید. فایل پاورپوینت رو بالا معمولا ما وبینارها رو فیلمش رو میذاریم، حالا من با دکتر صحبت کنم، چون معمولا فایل رو میذاریم گم میشه بین این چت های کانال و گروه، بذارم ببینم اگه امکانش بود فایل پاورپوینت هم میذاریم، مشکلی نداره. خواهش میکنم، شما خسته نباشید. دوستان اگر سوالی نیست دیگه من با اجازهتون یواش یواش هم ضبط رو قطع بکنم که حجم فایل خیلی زیاد نشه، همین که دیگه اتاق اسکای روم رو هم ببندم. خواهش میکنم، شما خسته نباشید.